میرسه یه خورده حرفای خوبی ارزشمنده. آره بسیار عالی. خب ساعت 6-7 و اگر اجازه بدیم برنامه رو شروع بکنیم تا بقیه دوستان هم به جمعمون اضافه میشن. سلام و شب همگی بخیر. من منوچهر عزیزی هستم، عضو هیئت مدیره سرای ایران و با افتخار اجرای برنامه امشب رو به عهده دارم. شما میتونید منو منوچهر صدا بزنید اگر لابلای برنامه احتیاج دارید. خیلی خوشحالم که در راستای سلسله سخنرانی هایی که سرای ایران برگزار میکنه امشب سومین برنامه رو در راستای توسعه پایدار خواهید داشت و بی نهایت هیجان زده هستم که امشب در خدمت دکتر کاوه مدنی، دانشمند جوان پر افتخار و پر آوازه ایرانی در حوزه محیط زیست و مدیریت منابع آب در عرصه بین الملل هستیم. قبل از اینکه وارد برنامه بشیم مایل هستم که چند تا نکته رو در خصوص نحوه اجرای برنامه امشب بیان کنم. اول از همه اینکه ممکنه که سرای ایران بعداً بخواد که از فیلم یا عکس‌های برنامه امشب در سوشال مدیا یا صفحات اجتماعی خودش استفاده بکنه. اگر کسی از عزیزان هست که مایل نیست تصویرش در صفحات عمومی ما منتشر بشه، لطفاً و خواهشان دوربین خودش رو روی حالت خاموش نگه داره. برنامه امشب رو ابتدا با صحبت‌های آقای مهندس‌صدقی که از بنیانگذاران سرای ایران هستند آغاز خواهیم کرد. بعد برنامه رو با طرح چند تا پرسش از آقای دکتر مدنی ادامه خواهیم داد و من سعی خودم رو خواهم کرد که از طریق این پرسش ها نکات حائز اهمیت در حوزه تخصص آقای دکتر رو باز بکنم. قطعا خب همه ما میدونیم که جلسات اینچنینی به منظور رسیدن به پاسخ نخواهد بود. طرح مسئله است برای اینکه همه ما بیشتر حساس بشیم یا حساس‌تر بشیم و یا بیشتر بتونیم در خصوص موضوعات صحبت شده فکر بکنیم و همینطور که آقای دکتر مدنی شعاری رو قبلا داشتن بتونیم از خودمون شروع بکنیم. در ادامه با سوالات یا نکاتی که شما عزیزان خواهیم داشت جلسه رو به اتمام خواهیم رسون که حدود 30 دقیقه انتهایی جلسه خواهد بود. با توجه به اینکه تعداد زیادی از دوستان و عزیزان در جلسه امشب شرکت خواهند کرد، با پوزش فراوان از همه شما بزرگواران جلسه رو روی حالت میوت گذاشتیم و شما دوستان اگر سوال و یا نکته‌ای دارین میتونین از گزینه چت در پایین نرم افزار زوم استفاده بکنیم و سوالات و یا نکات خودتون رو اعلام بکنیم. جناب مهندس‌صدقی، من زیاد حرف زدم، عذرخواهی میکنم خدمت شما. خواهش میکنم. ممنون هستم از آقای مهندس عزیزی، عضو محترم هیئت مدیره سرای ایران و مسئول روابط عمومی. به نام خداوند جان و خرد عرض خیر مقدم دارم خدمت شما مهمانان گرامی و مهمان عزیز این هفتمون جناب آقای دکتر کاوه مدنی و خدمت شما شاید تشکر میکنم از همه دوستان، عزیزان، پزشکان، کادر درمان که در این شرایط برای در واقع دوران کرونا خدمت میکنن. سپاسگزار هستیم از همشون. چند نکته رو در رابطه با سرای ایران برسون برسونم تا انشاءالله بقیه دوستان هم بجن ما بپیوندن. اجازه میخوام چند جمله در مورد سرای ایران رو معرفی بکنم. هدف ایجاد سرای ایران در واقع بسترسازی مناسب ایرانیان برای ورود به جوامعی است که برای مهاجرت برگزیدن و نگاه ما در اینجا به آینده خودمون و فرزندانمون در جامعه جدید هست. لذا بعد از
تأسیس اون در سال 2016 توسط هیئت مؤسس، هیئت مدیره، گروه های کارشناسی در کمیته ها و کارگروه های مختلف در کنگره صحرای ایران متشکر از معتمدان و دلسوزان جامعه فرهیخته ایرانی در خارج از کشور ایجاد شد. به این صورت که ما احساس کردیم بایستی یک کار کارشناسی برای اینکه این تشکل شکل بگیره و بتونه در واقع اون ارزش رو که ایرانیان دارن در جامعه جدید نشون بدن، اومدیم سه تا کمیته، کمیته اجتماعی، کمیته سیاسی و کمیته اقتصادی رو درست کردیم و سه تا از بهترین و عزیزترین کارشناسا در رأس اینا هستن. آقای دکتر اربابیان هستن، خدمت شما شاید خانم دکتر شیوا تو کمیته سیاسی هستن و خدمت شما شاید که آقای دکتر عابدی هم برای کمیته اجتماعی که خب هر سه افرادی هستن که دارای سابقه بسیار خوبی در سازماندهی و شکل‌دهی جامعه ایرانی هستن. حضور شما شاید در اعتقاد داریم اون چی که باید در جامعه جدید مورد توجه واقع بشه تقویت بنیان‌های رفتاری بر اساس تعامل، مسئولیت پذیری، اعتمادسازی، شفافیت در عملکرد و پاسخگویی باشه. اینا یه مواردی است که به هر حال ما هممون بایستی نیاز داریم که در واقع اینها رو در رفتارمون به کار بگیریم. به کارگیری این بنیان ها به همراه اراده و تصمیم برخواسته از فرهنگ و ریشه ایرانی ما در جامعه جدید باعث سرفرازیمون خواهد شد. لذا برای پشتیبانی فکری به نسل جوانمون تلاش کردیم از مفاخر و ایرانیان موفق که توانستن در سالهای گذشته با تلاش و کوشش مبتنی بر پنج اصل فوقی که عرض کردم خدمتون در جامعه جدیدشون هم موفق باشن هم سرفراز باشن، از این افراد دعوت میکنیم و ضمن استفاده از دانش و تجربیات اونها به عنوان الگوی مناسب برای نسل جوانمون معرفی بکنیم. در اینجا از شما عزیزان حاضر و دوستانی که بعد از جلسه ویدیوی این ویدیوی ضبط شده رو ملاحظه میکنید درخواست داریم با ارسال پیامی خود و نامداران ایرانی را که میشناسید در دست از شما هستن به سرای ایران معرفی کنید تا بتوانیم این سرمایه های معنوی را در دیباچه ارزشمند گرانسنگ سازماندهی کرده و به نسل جوان مهاجرمون تقدیم کنیم. از خدا جوییم توفیق ادب. خیلی ممنون هستم از توجهتون. متشکرم جناب صدقی از صحبتاتون. هرچند که دکتر کاوه مدنی نیازی به معرفی نداره ولی خیلی مایل هستم که یه معرفی اجمالی از ایشون داشته باشم برای اینکه ذهن‌هامون یه خورده تازه تر بشه. آقای دکتر کاوه مدنی متولد 1360 در تهران هستند. در سال 1382 در مقطع کارشناسی مهندسی عمران از دانشگاه تبریز فارغ التحصیل شدند و بعد از اون برای ادامه تحصیل در مقطع فوق لیسانس به کشور سوئد رفتند. در سال 1384 در رشته منابع آب از دانشگاه لند سوئد فارغ التحصیل شدند، اگر اسپلش رو اشتباه نگفته باشم، و ایشون در سال 1388 مدرک دکترای تخصصی خودشون رو در رشته مهندسی عمران و محیط زیست از دانشگاه کالیفرنیا دیویس دریافت کردن. بعد از اون دوره پس از دکترای خودشون رو در رشته اقتصاد و سیاست محیط زیست در دانشگاه کالیفرنیا ریورساید به اتمام رسوندن. آقای دکتر مدنی دانشمند، مدرس و فعال بین‌المللی محیط زیست با تخصص در حفاظت از محیط زیست و تحلیل مسائل پیچیده انسان و طبیعت هستند. ایشون معاون سابق سازمان حفاظت محیط زیست ایران، نایب رئیس مجمع محیط زیست سازمان ملل متحد و رئیس مرکز آموزش و امور بین‌الملل سازمان محیط زیست ایران بودند.
همکنون یکی از اعضای ارشد هنری هارت رایس در مرکز مطالعات بین المللی و منطقه مکمیلان دانشگاه ییل آمریکا هستند با استاد مدعوف در مرکز سیاست‌های زیست محیطی در امپریال کالج لندن. ایشون بیشتر از 200 مقاله چاپ شده دارند و به خاطر تحقیقات، تدریس و فعالیت‌های محیط زیستی و بشردوستانه‌ای که داشتند، برنده جوایز و تقدیر نامه های بسیار زیادی شدن که اکثرا بین المللی هستن. من جمله اینا رو انگلیسی میخونم: The New Face of Civil Engineering Recognition, The Hydrologic Science Early Career Scientist Award, The Arne Richard Award for Outstanding Young Scientist و The Walter Haber Civil Engineering Research Prize. و خیلی خیلی خوشحالم که و سپاسگزارم از آقای دکتر مدنی که این وقت بسیار تنگشون رو امشب در اختیار ما گذاشتن و در جمع ما هستن. آقای دکتر، اگر صحبت آغازینی دارین بفرمایین تا بعد وارد سوال ها بشیم. متشکرم. خیلی خیلی ممنون از توضیحات و معرفی مبسوط و لطفتون به من. منم سلام و شب بخیر عرض میکنم خدمت دوستان، البته عصر بخیر احتمالا برای خیلی برای شما میزبانان من، جایی که من هستم شب دیر وقته. خوشحالم که در جمعتون هستم، ممنون که من رو دعوت کردید و خوشحالم که میبینم یک نهادی با این اهداف تشکیل شده، حداقل تا اونجایی که میشنوم و میدانم موفقه و دوچار مشکلات شایع خلاصه نهادهای ایرانی در خارج از کشور نشده. بزنیم به تخته، امیدواریم که همین جوری بمونه و به رسالتش ادامه بده، چرا که نیاز داریم این رفتارها رو تمرین کنیم و نیاز داریم جامعه خودمون رو، جامعه مهاجرین رو به خصوص بهتر بشناسیم، به همدیگه کمک کنیم و امیدوار باشیم که همچنان در خارج از کشور بدرخشیم. اگر بتونیم هم و که میتوانیم از همین راه دور به کشور خودمون کمک کنیم، به مردم خودمون کمک کنیم، به مهاجرین تازه وارد کمک کنیم. خلاصه خوشحالم که در مورد اهدافتون میشنوم و خوشحالم که اینجا هستم. ممنون از دعوتتون، در خدمتتون. سپاسگزارم جناب دکتر مدنی. قبل از اینکه وارد بحث‌های خیلی تخصصی تر محیط زیستی و منابع آبی بشیم، من داشتم می‌دیدم که جناب عالی این دوران خیلی عجیب و غریبی که این روزها گرفتار شدیم با این موجود بسیار میکروسکوپی کوچولو به نام کووید 19 و تمام زندگی و کار و همه چیزمون رو به هم ریخته، در ابتدای تقریبا ابتدای روزهای شروع این پاندمیک جناب عالی مقاله خیلی خوبی در این خصوص داشتیم و بررسی کردیم که آیا این موضوع کووید 19 میتونه یه نقطه تحولی در موضوعات محیط زیستی باشه یا نه. دوست داشتم که قبل از اینکه خیلی وارد بحث‌های تخصصی تر بشیم، اینو شما یه توضیح اجمالی به ما بدین و اینکه از تاریخ مارچ تا الان آیا اون ایده های اولیه یا اون نکات اولیه‌ای که توی روزهای ابتدایی به نظر شما میرسید و توی مقالتون همه میتونیم بخونیم، تکمیلی به اون چیزهایی یا اضافه بر اون چیزهایی هستش که بخواین اضافه بکنیم و ما بشنویم یا نه؟ سپاسگزار میشم. مرسی. سوال خوبیه، چون اون مقاله رو من اون موقع نوشتم و توجه هم جلب کرد. احساس میکردم که بعدها فکر میکردم که باید چند تا پاراگراف بیشتر مینوشتم، همیشه آدم سعی میکنه کوتاه نگه داره که بیشتر خونده بشه. در موقعی که اون نوشته رو من در واقع نوشتم، تازه چند روز بود که به طور رسمی کووید 19 به عنوان
پاندمی در واقع شناخته شد. تازه WHO اعلام کرد که این یک خلاصه موضوع جدی است و تا اون زمان تو جامعه محیط زیستی متاسفانه باید عرض بکنم نگاه همیشه این رو داریم و اتفاقا مهمه امشب هم امیدوارم راجبش صحبت بکنیم، یه نگاه خلاصه غربی به شرقی وجود داره که غربی ها و شاید حالا در خیلی از موارد سفید ها هستند که جنبش های محیط زیستی رو میگردونن و شعاراش رو تنظیم میکنن و اهدافش رو تنظیم میکنن، نه اینکه در شرق ما جنگنده نداشته باشیم یا حالا اگر شرق و غرب نگیم گلوبال نورث و گلوبال ساوث یا کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه یافته. در اون روزها که چین درگیر بود و بعدها چند تا کشور آسیای شرقی و بعد کشور خودمون ایتالیا اینها که درگیر بودن، متاسفانه خیلی از رهبران محیط زیستی یا نویسندگان محیط زیستی و رسانه‌ای‌ها این اصحاب رسانه خیلی غر می زدن که چرا اینقدر رسانه داره به این موضوع توجه میکنه، موضوع کووید 19. یادتونه اون برخورد اولیه که باش داشتیم، حالا یه چیزیست مثل سرماخوردگی یا اینکه این کمتر از نمیدونم آلودگی هوا میکشد، کمتر از سرماخوردگی میکشد، چرا اینقدر شلوغش میکنید؟ و این شلوغ کردنها باعث میشه که موضوع مهمی به نام مثلا گرمایش زمین یا موضوعات دیگر محیط زیستی تحت شعاع قرار بگیره و توجه جهانی بهش کم بشه. حالا برای منی که از شرق میام و کشورم رو میبینم که چجوری داره میپاشه و عزیزانمون چجوری زمینگیر شدن، هنوزم در این بره دنیا خبری نبود. خب خیلی دردناک بود. یادم حتی رفتم سر کلاس قبل مارچ بریک داریم به بچه ها سر کلاس گفتم این موضوع خیلی جدی خواهد بود، خیلی جدیه، تو ایران وضع خرابه، میدونم که به زودی و از اینجا خراب میشه. هنوز جدی نبود داستان، هنوز همه با هم دست میدادیم. حتی آخره کلاس یکی از دانشجوها اومد با من دست داد، گفتم نمیدونم باید ما با هم دست بدیم یا نه. یا یه دانشجویی داشت میرفت سفر به خاورمیانه، پرسید به نظر شما من برم یا نرم. هنوز هیچ نه پروتکلی وجود داشت و نه صحبت تعطیلی های این چنینی بود و نه خبر جدی بود در آمریکا. در اون زمان من این رو نوشتم که درسته که تحت شعاع قرار میگیره موضوعات محیط زیستی، اما این در واقع اتفاقی که داره میفته یه سری کارهایی در اثر این ویروس ذره‌بینی یه سری اتفاق میفته که آرزوی جامعه محیط زیستی بوده که اینا رو محقق کنه، شعاراشون بوده، مثل اینکه پرواز نکنیم، کنفرانس نریم، سفر نکنیم. سالها شما کمپینای مختلف داشتی، وضعیت اقتصاد دنیا به هم میریزه. شاید من حالا بدبینانه تر به بازار سهام آمریکا نگاه میکردم در اون مقطع. البته بازار سهام آمریکا به اعتقاد من به صورت مصنوعی بالا نگه داشته شده، حالا به دلیلی، ولی فکر میکردم که اقتصاد زودتر ضربه بخوره. الان میدونم که یعنی میبینیم که چگونه ضربه خورده و در دراز مدت هم دوچار مشکل میشه. بحث کانسومریزم و مصرفگرایی که در واقع مهمترین عامل، بزرگترین در واقع میشه گفت که عامل برای بحرانهای محیط زیستی جهانه، مصرفگرایی چقدر تحت شعاع قرار میگیره، مسائل مختلفی در این زمینه که این ویروس اون کارها رو داره میکنه، گازهای گلخانه‌ای در یه مقطعی کم میشه و چه اتفاقاتی میفته. و البته این به معنای فراهم شدن یه فرصته. یه جای دیگه هم تو مقاله اشاره میکنم که دو نکته مهم دیگه اینجا مطرحه. یکی این که علم چقدر مهمه، به خاطر اینکه روزهای اولی که بعضی چیزا گفته شد خیلی از سیاسیون این رو جدی نگرفتن، بنابراین یه فرصتی است برای آلمان و دانشگاهیان که خودشون رو اثبات بکنن. اما یک چیز دیگری هم وجود داره و اون این که ما چقدر جهان رو نمیشناسیم، چون در بدبینانه ترین تحلیل ها و پیشبینی ها و پیشنمایی هامون از آینده هیچ موقع این شرایط رو نمیدیدیم. در بدبینانه ترین حالت ها ما چنین چیزی رو پیشبینی نکردیم. بزرگان، نمیدونم عالمان، اونایی که معروفن، ازشون بارها و بارها نظرخواهی شده، چنین چیزی رو نمیدیدن. و این خودش یک درس دیگری است برای ما که ما جهان رو نمیشناسیم، غرورمون رو باید کمتر بکنیم، تصمیماتمون رو باید یک جور دیگه بگیریم. خب در اون مقطع شاید این یک جوری
حالا یک تلنگری بود این مقاله، اما چند روز بعد، حالا چند روز بعد یا چند هفته بعد دیدم در رسانه ها یکو حالا مد شد موضوع کووید 19 و محیط زیست، یکو از اون بره بوم همون خبرنگاران و همون تحلیلگران افتادن و به به چه چه را افتاد از این لحاظ که به به ببینیم که مثلا آسمان بیجینگ پاک شد، نمیدونم یه جا دلفینا اومدن بیرون، یه جا پرندگان اومدن بیرون، صدای بلبل میاد و یک خو این شد که بعد کووید 19 دوست انسان دوست زمین چقدر خوب. خب این هم به نظر من یک اکستریمیزم خطرناک بود، یک افرادگرایی خطرناک، چون اول از همه این که انسان ها دارن میمیرن. شما اگه خیلی باید خودخواه باشین که فکر کنید که راه مبارزه با راه در واقع نجات زمین کشتن انسان هاست. اگر اینجوری بود ما کمپین های اعدام داشتیم که نداریم خوشبختانه. پس مرگ وقتی میاد سراغ انسان ها و هم انسان ها به خصوص وقتی تو این شرایط میبینیم که ضعیفترها بیشتر آسیب میبینن، ضعیفترها از لحاظ اقتصادی بهداشتی، خیلی غیر منصفانه است که کسی به به بگوید. میتوانیم درس بگیریم، میتوانیم از فرصت ها استفاده کنیم. حرف منم تو مقاله این بود که یک فرصتی فراهم شده، شاید یک نقطه عطفی باشد که بشر درس بگیره، اما اینکه یکو این رو به عنوان چیز مثبت ببینیم و دائم این خلاصه داستان های به به محیط زیستی ها درست شده بود. من سعی کردم حالا باز تو رسانه های ایرانی بگم که اصلا همچین چیزی رو نباید در واقع خوشحال باشیم در به خاطرش، به خاطر اینکه در نهایت به اقتصاد آسیب میزنه این قضیه. وقتی به اقتصادها ضربه بخوره، معیشت انسان دچار مشکل بشه، محیط زیست میشه یک موضوع ثانویه و شاید حتی پایین‌تر از یک موضوع ثانویه و غیر اولویت دار برای جوامع، برای مردم، برای دولت‌ها. بنابراین هر آنچه که رشته کرده بودیم پنبه می شود و حتی اون زحماتی که کشیده بودیم از بین میره. اینکه اینجا نکته مهمی است، حالا امیدوارم در ادامه بحث به این موضوع بپردازیم که رابطه اقتصاد با محیط زیست چگونه است. ما اقتصاد رو در خیلی از موارد، خیلی از واقعیت ها در واقع در مقابل محیط زیست میگذاریم و میگیم توسعه اقتصادی عامل تحلیل و از بین رفتن محیط زیست است. اتفاقی که در کووید 19 داریم میبینیم اینه که اقتصادها هرچه ضعیفتر بودن جوامع آسیب پذیرتر بودن. هر برخلاف آنچه که میگوییم همیشه که پول مهم نیست، هر کی بیشتر پول داشت بیشتر میتواند در خانه بماند و زنده بماند، هر کی اتاق بیشتری داشت تونست فاصله اجتماعی بیشتری رو رعایت بکنه. اینها خیلی هاشون نقض شعارهای ماست، نقض حرفایی است که سالهای سال زدیم. حالا جامعه شما رو مقایسه بکنیم، آمریکا و کانادا با کشور همسایه مقایسهش بکنیم، جمعیت کمتر، وضعیت اقتصادی برابرتر، رابطه بهتر دولت و مردم، سرمایه اجتماعی که وجود داره و اون شفافیتی که در حدی وجود داره مقایسش بکنیم با آمریکا، یک جامعه شلوغ‌تر، جمعیت بسیار بیشتر، خشن‌تر از لحاظ اقتصادی، نابرابری بیشتر، و مقایسه بکنیم که عملکرد اینها چگونه بوده. حالا وقتی صحبت از اقتصاد ضعیف‌تر می‌کنیم می‌بینیم همه چالش‌هایی که ما تو در این مقطع داریم اینه که ببندیم یا نبندیم، در خانه بمانیم یا نمانیم. اگر زیادی در خانه بمانیم اقتصاد تعطیل کنیم، مردم زیادی در خانه بمانند اقتصاد ضربه می‌خوره، اقتصاد ضربه بخوره مردم ضربه می‌خورن. اگر مردم رو رها کنیم بیان بیرون، باز دوباره سلامتشون دچار مشکل میشه، باز هم اقتصاد ضربه می‌خوره، باز هم مردم ضربه می‌خورن. بنابراین اگر نگاه بکنیم میبینیم پس از در مقابله با موج اول به اینجا رسیدیم که تعطیل کنیم، ببندیم، بعد از اون تصمیم گرفتن دولت‌ها که موج سواری بکنن، یعنی ببینن که این موج به کجا میانجامه، میدونن که آزمون و خطا و عدم قطعیت بسیار بالاست، پس سر فلکه رو به قول شیر فلکه رو شل میکنیم ببینیم چی میشه، امیدواریم که برگردیم، اگه از کنترل خارج شد دوباره شیر فلکه رو میبندیم. اینا هزینه های زیادی داره، اما در این به قولی سیاستمداران دنیا در این مقطع دارن میرقصن، دارن به قولی یک رقصیست کنار این و فرار از موضوع، به خاطر اینکه ما با یک موضوعی طرفیم، یک مسئلهی طرفیم که ما بهش در علم میگیم و این مهمه
برای بحث امروزمون مسئله کامپلکس، یا به فارسی میتونیم کامپلکس رو تو در تو یا پیچیده، ببخشید تو در تو یا در هم تنیده ترجمه کنیم. متاسفانه کامپلکس رو خیلی موقع پیچیده ترجمه میکنیم. پیچیده کامپلیکیتد هست. الان در این مقطع پیدا کردن دارو، درمان، واکسن کرونا یک مسئله کامپلیکیتده، یه مسئله سخته. نهایتاً شدنی است احتمالاً، حالا ممکنه شبیه واکسن فلو باشه، هر سال مجبور باشیم بزنیم، یا ممکنه شبیه واکسن‌های دیگه بشه، یک بار بزنیم و برای همیشه از شرش رها بشیم. این یک موضوع علمی سخته، کلی سرمایه‌گذاری داره میشه، کلی دانشمند دارن روش کار میکنن. اما یه موضوع دیگه داریم که موضوع کامپلکسه. موضوع کامپلکس موضوع مدیریت بحران کرونا است. موضوع مدیریت بحران کرونا وقتی یک مسئله کامپلکس میشه، تو در تو و در هم تنیده میشه، اصلا راه حل نداره، راه حل درستی وجود نداره. همه بازی اینه که شما بتوانی نویگیت کنی، بتونی تو اون فضای آشفته و به هم ریخته حرکت کنی، جوری که تصمیماتی که امروز میگیری احتمال خسارات فردا رو کمتر بکنه. اما هیچ موقع نمیتونی بهترین تصمیم رو بگیری. برای همین هم است که ما هر جای دنیا رو نگاه میکنیم یک مسیری رو رفته، یک مسیر رو پیموده و هنوز ما اجماع نداریم. ده مثلا سازمان بهداشت جهانی هنوز نیومده بگه که این مسیر، این راه حل اقدام بکنید و برین جلو. گایدلاین داره، یه سری راهکار پیشنهاد میکنه، اما تصمیم نگه. حتی مثلا راهکاری که سوئد انتخاب کرده که در واقع یک جور مسئولیت گله‌ای است، اون رو هم در چند روز گذشته دیدیم که رئیس سازمان بهداشت جهانی عملا نقد کرد و گفت بسیار میتونه خطرناک باشه، برای اینکه بالاخره غیر منصفانه است که یه سری افراد بمیرن و خودخواهانه است این روش. در هر صورت برای اینکه این بحث هم حالا شروع بشه، یادمون باشه که وقتی وارد مسائل مدیریت آب میشیم، محیط زیست میشیم، ما با مسائل تو در تو و در هم تنیده طرفیم، نه مسائل پیچیده. اگر پیچیده بودن، با اختراع یک تکنولوژی، یک راه حل جدید میتونستیم اونا رو حل کنیم. اما این مسائل تا ابد با ما هستن. تا زمانی که بشر روی زمین این مسائل با ما خواهد بود، ما تلاش میکنیم که از یک جا به یک جای دیگه بریم، ولی برقصیم، جا خالی بدیم، در بریم، نویگیت کنیم و حرکت کنیم در این فضا، و با استفاده از تکنولوژی، با استفاده از تغییر سیاست‌ها، سعی کنیم بحران‌های موجود رو بهش بپردازیم و حل بکنیم و ازشون فرار بکنیم. بعضی‌ها بهتر عمل می‌کنن، بعضی‌ها بهتر. آن کسی که مسئله پیچیده رو با مسئله تو در تو اشتباه می‌گیره، راه حل‌های اشتباه انتخاب می‌کنه، و اون کاری است که ما کردیم به خاطر اینکه تکنوکرات‌ها در خیلی از جاهای دنیا قدرت داشتن و قدرت گرفتن و همیشه باورمون این بوده که با پول، با دانش فنی میتوانیم مشکلات محیط زیستی رو حل بکنیم. میریم اختراع میکنیم، میریم یک روش جدید در میاریم، یک مهندسی میکنیم و مشکلات رو حل میکنیم. مسیر توسعه رو در واقع سخت افزاری سعی کردیم طی بکنیم و ماحصل اون میشه فضایی که امروز هست. بسیاری از حاکمان دنیا هنوز نفهمیدن که مسئله که باهاش مواجهن مسئله در هم تنیده است و نه در مسئله پیچیده. متشکرم جناب دکتر مدنی، خیلی بحثای مهم و اساسی رو مطرح کردیم. امیدوارم که بتونیم همه ما با فکر کردن بیشتر به این موضوعات درس بگیریم، همینطور که شما گفتیم، و از این موضوع عجیب و غریبی که این روزا به وجود اومده بتونیم به عنوان یه فرصت یا تبدیل به یه فرصت بکنیمش. لابلای صحبتهای شما آقای دکتر، من موضوع در هم تنیده یا پیچیده و تبدیلش به بازی یا داستانهای اینجوری رو داشتم میشنیدم، و همه ما میدونیم که جناب عالی به خاطر نظریه بازی ها و تحلیل تصمیم گیری ها و تبدیلش به مدل های مدیریت، حالا بیشتر تو شاخه منابع آب، توی جوامع بین المللی شما شناخته شده هستین به خاطر این موضوعاتی که مطرح کردین. دوست داریم که اینو یه خورده برای ما بیشتر باز بکنینش. فکر میکنم در ادامه اون صحبت
کووید شما هم باشه، اینکه حالا داستانهای پیچیده رو چطوری یا تو در تو رو چطوری میتونیم ساده سازیش بکنیم، نمیدونم ساده سازی یا تبدیل به بازی بکنیم یا هر چیزی که خدمت شما هستیم. خیلی ممنون. تلاش همو میکنم توضیح بدم. نظریه بازی ها به قولی یک مطالعه ریاضی رفتار، اینکه ما انسان ها رو، نهاد ها رو، تصمیم گیرندگان رو میایم تبدیل میکنیم به یه سری ایجنت، به قولی یه سری بازیگر در یک بازی که اینا با همدیگه تعامل دارن و سعی میکنن، حالا گاهی وقتا سعی میکنن در یک فضای غیر همکارانه همدیگر رو دور بزنن و سود خودشون رو، آورده خودشون رو بیشتر بکنن، در واقع دستاورد خودشون رو بیشتر بکنن. گاهی وقتا هم در یک فضای همکارانه با هم میان تعامل میکنن و سعی میکنن که باز مشکلشون رو حل بکنن. اما چرا به درد بخوره یا چرا من دوست داشتم استفاده کنم ازش و اصلا چی شد که اون حرفای اولیه‌ای که زدم چی بودن، بود که ما در خیلی از موارد در مورد مثلا مسائل محیط زیستی، مسائل آبی، حالا چه مسئله پیچیده باشد چه تو در تو و در هم تنیده، یه سری راهکار و راه حل داریم که به نظر خیلی هم از هرومن شمسن و خیلی هم بدیهی هستند و دائما راجب اونها صحبت میکنیم، عالمان و دانشگاهیان راجبشون صحبت میکنن، میان تو تلویزیون راجبشون صحبت میکنن، راجبشون مینویسن، فعالین محیط زیست داد میزنن در موردشون، ولی سوال اینجاست که چرا اینا اجرا نمیشن؟ آیا اینکه اجرا نمیشن به خاطر اینه که یک سری حاکم داریم که اینا فاسدن و لزوماً در واقع دلیل گوش نکردنشون و نشنیدنشون اینه که اینا خواسته های دیگری دارن و دچار آلودگی هستن و مشکلات اینچنینی دارن، یا نه، یا ساختارهایی هست و ساختارهایی وجود داره که در اون این رفتارها رو بروز میدن. در واقع آنچه که من سعی کردم راجبش صحبت کنم این بود که چرا در فضایی که ماها میایم با همدیگه تعامل میکنیم اون اتفاقای خوب نهایتا نمیفته، به خاطر اینکه هر کدوممون دنبال یک اهداف خودمونیم. در فضایی که همه در واقع بازیگران اهداف خودشون رو دارن، حتی این بازیگران زمانی که انسانهای خوبی هستن، انسانهای شریفی هستن، نهادهای درستی هستن، میتوانن با همدیگه تضاد منافع پیدا بکنن و رفتارهاشون بیاد کل سیستم رو خراب بکنه. مثال سادهش اینه که شما کشاورز، بنده کشاورز، ما در شروع میکنیم پمپ کردن از یک منبع آب زیرزمینی، حالا همین تعدادی که الان در این جلسه هستیم، همه با هم دیگه شروع میکنیم در یک جای، یک منطقه‌ای به ما اصلا وام میدن و ما میریم چاه میزنیم و پمپ میخریم و شروع میکنیم پمپ کردن و کشاورزی کردن. هممون هم وضعمون خوب میشه، خوشحالم هستیم در یک بازه زمانی، اما به مرور زمان سطح آب زیرزمینی میره پایینتر و پایینتر و پایینتر. راه حل اینه که ما بیایم امروز مصرف آب زیرزمینیمون رو کم بکنیم، سعی کنیم در مصرف آب صرفه جویی کنیم، سودمون میاد پایین تر، سود آنیمون، سود سالانمون، اما میتونیم دوره دراز مدتی رو در این بیزینس باقی بمونیم. اما در عمل وقتی تعدادمون بره بالا، بحث عدم همون، حالا صحبتهایی که اولش آقای صدقی کردن، بحث مثلا بحث شفافیت میشه یک موزل اینجا که من چقدر میدونم که شما چی کار میکنین، آیا میتونم به شما اعتماد، بعضی اعتماد میاد وسط، من چقدر میتونم به شما اعتماد بکنم، بحث فداکاری، انواع نگرشی که من چقدر آینده نگرم، چقدر به امروزم فکر میکنم و کلی مسائل دیگه، در نهایت باعث میشه که ماها همه شروع کنیم همون وضعیت، نه تنها تازه امروز بیشتر، حتی ممکنه امروز بیشتر پمپ بکنیم برای اینکه نگرانیم که فردا آبی نباشد و بعد نهایتا همه با هم غرق میشیم. حالا این رو مثال رو میتونیم بزنیم در خیلی از موارد، اینکه شما اگر ماشین نبری تو خیابون ترافیک نمیشه، اگر ماشین‌های کمتری در خیابون باشن زمان مسافرت کمتر میشه، ولی با گاز گلخانه‌ای کمتر یا آلودگی کمتر میشه. اما شما میگیم من بیارم باز همسایم، من نیارم هم همسایم میاره، بس منم میبرم، همه با همین تفکر میام داستان در واقع این انجام میدیم. کاری که من کردم و هنوز هم میکنم و سر کلاسم درس میدم اینه که میگم همه
پشت سر هر تصمیم بعد یک دلیل خوبی نهفته است. ما سعی کنیم اون دلیل خوب رو پیدا بکنیم، دلیل خوب اما نه از نظر سوم شخص، از نظر اون فرد. من وظیفم اینه که بیام برم تو ذهن شما، بیام برم تو تفکر شما، بیام برم تو سازمان شما و فکر کنم که شما دنبال چه اهدافی بودید که این مسیر رو انتخاب کردین و این هدف رو انتخاب کردین. همیشه سر حالا توی سخنرانی ها یه عکس دارم استفاده میکنم، یه تروریست داعش یک طرفه و یک آتش نشانی که یک دختری رو، دختر بچه‌ای رو نجات داده، و حرف من اینه که اینا جفتشون دلایل خوبی برای خودشون دارن. یکیشون از فداکاری لذت میبره، از نجات جان انسان لذت میبره، یکی دیگه هم باور داره که با جان گرفتن در واقع به بهشت میره یا یک خدمتی داره میکنه به جامعه. هر دو اینا اهدافشون. اگر ما اینا رو درک نکنیم، اگر نفهمیم، بعد اینها رو به قولی بازیگران احمق خطاب میکنیم، بازیگران فاسد خطاب میکنیم، بازیگرانی که نمیدونن و حالیشون نیست یا هر چیز دیگری. اگر بفهمیم، بعد اون موقع راهکارهایی که طراحی میکنیم متفاوت. اگر ما بفهمیم که فرضاً چگونه تروریست میشود، شاید به جای لشکرکشی فرضاً به مثلا عراق به عنوان یک کشور آمریکا بیایم سرمایه گذاری کنیم در آموزش، سرمایه گذاری کنیم در اشتغال زایی، سرمایه گذاری کنیم. همینطور در مورد نهادها، سازمان محیط زیست ایران، وزارت نیرو ایران، وزارت جهاد کشاورزی ایران، اینها با هم دیگه تضاد منافع دارن. یعنی شما بهترین مدیران رو بذارین، سالمترین مدیران رو بذارین در رأس این وزارتخانه ها، یکی باید تأمین آب بکنه، یکی باید از آب و زمین محافظت بکنه، یکی باید تامین غذا بکنه و هوای کشاورزان رو داشته باشه. اینها با هم تضاد دارن، بخاطر اینکه من بخوام غذا تامین کنم و کشاورزا رو هواشون رو داشته باشم، بعد به شما بگم برو علا هر چقدرم آب میخوام به من بده، اون سازمان محیط زیستیه که میاد بگه آب تالاب رو به من بده، حقابه منو تامین کن، میگه برو عقب، کشاورز من نون نداره بخوره، تو چی میگی؟ من باید تامین غذا بکنم، اگر غذا تامین نکنم به کشورهای دیگه وابسته میشم. بنابراین محصول میشه آنچه که میبینی تو ساده سازی، حالا اون چیزی که شما فرمودید. یه موزلی که ما داریم تو مسائل در هم تنیده، موزل تحلیله. من چجوری میتونم یک مسئله بسیار بسیار در هم تنیده رو برای عموم تحلیل بکنم، بیام توضیح بدم، بیام بگم که مثلا مسیری که ما طی کردیم در کشورمون، یا موزلاتی که امروز داریم در اقتصادمون، در مشکلاتی که داریم، این عوامل در طول زمان در کنار هم اومدن، اینا رو دینامیک این مسئله رو شکل دادن. مثلا الان نگاه بکنیم فضای سیاسی ایران رو نگاه بکنیم، این نماینده مجلس بر نمیدونم دولت حمله میکنه، دولت به نمیدونم یکی دیگه حمله میکنه، نمیدونم همه به دشمن حمله میکنن، دشمن به تو این فضا کسی حاضر نیست بگه که مثلا مسائلی امروز باش ایران دست به یقست به قولی باش دست داره دست و پنجه نرم میکنه، مسائلی نیست که نه در در همین مدتی که تحریم رو گذاشتن همش ایجاد شده باشه و کلید خورده باشه، نه مسائلی است که فرضاً اصلا در دولت آقای روحانی کلید خورده باشه. یه مجموعه یه سری اتفاقات نهایتاً میاد دست به اینجا، در واقع به اینجا میرسه. حالا چی میشه وقتی که شما باز میمونی، هم خودت قدرت تحلیلش رو پیدا نمیکنی، هم جامعه گیج میشه؟ آسون ترین کار خرافات، آسون ترین کار نظریه های توته است، برای اینکه مسئله رو ساده سازی میکنی. یه دفعه میای میگی چه میدونم گرمایش زمین اصلا باعث همه مشکلات محیط زیستی من شد، دیگه مسئله رو پاک میکنی، دیگه همه این گندایی که ما روی زمین زدیم رو فراموش میکنیم، یا میای میگی دشمن، حالا این دشمن کشور خارجی است یا هر چیزی، یا میای میگه این دولت، این حکومت، هر چیز. شما فراموش میکنی که همه اینها در یک در واقع جریان تعاملی به اینجا میرسن. اگر این در واقع مسائلی که علت و معلولی هستن رو درک نکنی، تعدد اونا رو درک نکنی، طول زمان رو درک نکنی، انباشت مشکلات در طول زمان رو درک نکنی، و بحث منافع و این آورده هایی که در واقع دستاوردهایی که هر کسی در سیستم به دنبالش درک نکنی، راه حلی که میدی میشه راه حل کاغذی. کما اینکه ما صبح تا شب اینجا منبر میریم و محیط زیستی ها شعار میدن، نمیدونم مخالفین جمهوری اسلامی شعار میدن، مدافعین جمهوری اسلامی شعار میدن، همه در یک فضایی از دید خودشون با یک تئوری توته و یک چیز خود، بعد در ذهن مردم هم این میشینه که فرضاً که الان
همه مشکل، مثلا میگم عامل همه مشکلات فلان آغاز یا فلان شخص یا فلان رژیم است، حکومت است یا هر چیزی، و اگر یک این فرد رو یا این نظام رو یا هر چیزی رو که حذفش بکنیم، مشکلات یک شبه حل میشه، ایران به سوئیس تبدیل میشه، یا مثلا مشکلات گرمایش زمین، اگه ما نمیدونم اینجا سولار پنل بذاریم اونجا بذاریم، همه مشکلات ما حل میشه. متاسفانه باز دوباره یه بحث دیگه داریم، افراد منافع دارن، حتی تو تحلیلاشون منافع خودشون و بایاس خودشون رو به خورد مردم میدن. بنابراین روایت‌های ما میشن روایت‌های ساده سازی شده، روایت‌هایی که عوام میپسندن، روایت‌هایی که دیگه ذهن ما رو آروم میکنه. راحت میتونیم بگیم که خب این دلیلشه، چون نمیتونیم یه دفعه به همه چیز همزمان فکر بکنیم و این خیلی چیز خطرناکیه و هنوز علم نتونسته مقابله بکنه. هنوز خرافه خلاصه برنده است و دروغ‌ها میبرن در این فضای آشفته ای که ذهن تحلیل ما، ذهن ما نمیتونه تحلیل بکنه. میوت هستید. الان باز شدم. باز هم میوت هستید. ببخشید، عذر میخوام. الان فکر میکنم باز شد. خیلی ممنونم از توضیحاتتون. لابلای صحبتاتون شما با توجه به اینکه تخصص اصلی خودتونم منابع آب هست، مثالتون رو با منابع آب یا زدن چاهای زیرزمینی باز کردیم که اون داستان فرضیه بازی ها رو شرح بدیم. خیلی دوست داشتم به عنوان یه متخصص که مبتکر هم هست و این داستان ابتکارش بیشتر به نظر من میچربه به تخصص، یعنی از تخصص استفاده میکنه و اون تالنت ابتکاری رو هم بهش اضافه میکنه. شما چی فکر میکنین برای اینکه مدیریت درست یا حکمرانی درست تر منابع آب رو در مناطق بحرانی بخوایم یه الگویی براش معرفی بکنیم؟ بیشتر منظورم مناطقی هستش که از آبای تجدیدپذیر بیشتر از 70% دارن استفاده میکنن و به شدت یا با سرعت خیلی زیادی دارن به سمت اون ورشکستگی آبی حرکت میکنن. شما فکر میکنین که چه راهکاری میتونه ایدئال باشه برای اون جور مناطق؟ و سوال بعدی این که آیا این فقط این راهکار که به نظر شما میرسه آیا مختص فقط اون مناطق بحران زده است یا این نه یه سیستم جهانیه و همه باید بهش توجه بکنیم و همه باید از این الگوها استفاده بکنیم؟ متشکرم. خواهش میکنم. ببینید ما موضوع خب مشکل آب رو که اگر کره زمین رو در واقع در نظر بگیم، ما مشکل آب داریم در واقع همه جای جهان. یک جوری اون حالتی که ما دیوانوار داریم توسعه میدیم و آب استفاده میکنیم، نهایتا ما رو در خیلی جاها به مشکل در واقع با مشکل مواجه میکنه. در بعضی از مناطق دنیا ما آب داریم، قابلیت استفاده نداریم به خاطر اینکه دولت‌ها فقیر هستن و نمیتونن زیرساخت‌های لازم رو فراهم بیارن. بنابراین مثلا خیلی از جاهای آفریقا فرضاً آب فراوونه، ولی مردم باید شاید کودکان و زنان ساعت‌ها در صف آب وایسن که بتونن یک سطل آب رو ببرن برای آشامیدن. این مسائل رو داریم، اما در کل نگاه بکنیم به نظام مدیریت آب در جهان، یک مشکل اساسی که ما داریم اینه که محصول نهایی آب، end product چرخه مدیریت منابع آب، در واقع محصول عمدش و اصلیش غذاست و غذا قیمت آنچنانی ندارد. یعنی نسبت به خیلی از محصولات دیگه، غذا هنوز در اقتصاد یک محصول ارزان است. وقتی محصول ارزان باشه، یعنی اون دستاورد نهایی کل این چرخه یک محصول ارزان است، نهایتا در اون چرخه که بخوای بری برگردی تا مزرعه بری بالا، فرصت‌های در واقع
فرصت ها و انگیزه برای بالا بردن بهبود مدیریت در واقع منابع آب کمتر فرق داره با مثلا انرژی یا یه سری پروداکت و محصولات دیگه. این یک موضوع مهمه و در جهان 70% آب میره در به کشاورزی میرسه و کشاورزان عملا مدیران اصلی آب در جهان هست. مسئله دیگه ای که ما داریم اینه که در خیلی از جاها، حالا بیایم بریم سمت کشورهای در حال توسعه و کشور خودمون، اینه که کشاورزی نقش بسیار مهمی رو در اقتصاد سیاسی بازی میکنه. به چه معنی؟ به این معنی که شما با بخش کشاورزی عملا برای تعداد زیادی از کسانی که در واقع از لحاظ اقتصادی ضعیفترن در جامعه اشتغال زایی میکنه. بنابراین به عنوان یک دولت شما این بخش برات یک بخش مهم میشه و عملا اقتصاد سیاسی به آب وابسته میشه. معنی این چیست؟ معنی این اینه که شما به این راحتی بدون اینکه شکوفایی اقتصادی داشته باشی، بدون اینکه تنوع اقتصادی داشته باشی، بدون اینکه بتونی اشتغال زایی بکنی در بخش‌های صنعت و خدمات، نمیتونی کشاورزی رو کنترل. کشور ما در حال حاضر میتواند با تعداد کشاورزی کمتر، سطح زیر کشت کمتر و مصرف آب کمتر، تولیدات بیشتری داشته باشه. تولیدات کشاورزیشو بالا ببره. اگر صحبت از بازده باشه و کارایی، کشور ما توانایی این رو داره. ولی کاهش تعداد کشاورزان یعنی چی؟ یعنی بیکاری. دولت‌های جهان از بیکاری میترسن. آمریکا باشی، کانادا باشی، ایران باشی، از بیکاری شما حاکم مملکت باشی از بیکاری میترسی، چون بیکاری یعنی شورش، یعنی تنش، یعنی مهاجرت، یعنی بزهکاری، یعنی انقلاب. از بیکاری همه دولت ها میترسن، خیلی بیشتر از مسئله به نام بحران آب، بحران محیط زیستی، به خاطر اینکه اینها مسائل دراز مدت محسوب میشن. دولت ها حاضرن منابع آب و محیط زیستشون رو فدا بکنن، میگن ما در آینده بهش میرسیم. آقای ترامپ میتونه بیاد 8 سال یا 4 سال اقتصادش رو شکوفا بکنه و موضوع محیط زیست رو به تعویق بندازه و بذاره برای دولت‌های بعدی. خیلی هم همه خوشحال باشن که وضعیت در کوتاه مدت خوب شده. تا زمانی که شما اقتصادت دچار مشکل بشه، این مسائل رو داری. حالا بیایم بریم سراغ ایران. کمتر میبینیم که کسی موضوع اقتصاد سیاسی رو مطرح بکنه و اصلا بهش بپردازه. همه راهکارهایی که ما در رسانه میبینیم و افراد راجبشون حرف میزنن خلاصه میشه به این که نمیدونم باز چه میدونم ایریگیشن افیشنسی، باز تو آبیاری ما خلاصه بیایم تلفات آب رو کم کنیم و آبیاری رو قطره‌ای کنیم و خلاصه یه سری چیزهایی که سطحی هستن، به خاطر اینکه اون تو در توی ماجرا درک نشده که ایران یه کشوریه که در این بخش سرمایه گذاری درستی نکرده. یه سری افرادی رو داره تو این بخش کار میکنن، به علاوه این بخش افرادی رو داره که عملا حالا الان خیلی هاشون یارانه بگیرن و حامی دولت ها بودن، یعنی کسانی هستن که رأی میدن، حمایت دارن از حکومت. شما نمیخواین این گروه رو ناراضی بکنین. به علاوه این کشوری هستیم که کشور نسبتاً بودجه آبیمون از خیلی از کشورهای دیگه دنیا کمتره، بودجه آبیمون کمتر بوده، اما چون متوجه نشدیم مسئله کامپلکس، فکر کردیم کامپلیکیتده، اومدیم چیکار کردیم؟ اومدیم تکنولوژی خریدیم، سد زدیم، چاه زدیم، چاه عمیق‌تر زدیم، انتقال آب دادیم، الان دنبال آب شیرین کردنیم. با این تفکر که میتوانیم چیکار بکنیم؟ میتوانیم این مشکل رو حل بکنیم، پول خرج بکنیم، پول نفتمون رو که میگیریم، درآمد نفتیمون رو خرج بکنیم و تکنولوژی بخریم. آیا ما فقط اینجوری فکر کردیم؟ نه، همسایگان ما هم همینجوری فکر کردن و هنوز هم فکر میکنن که میشه این کمبود رو با خرج کردن پول برطرف کرد. مسئله‌ای که ما داشتیم، اون کمبودمون چجوری خودش رو نشون میداده؟ ما باید نفت میدادیم، مواد خام در واقع میفروختیم و غذا میخریدیم و گندم میخریدیم. شما نگاه بکنید مصاحبه های شاه هم ببینید، قبل از انقلاب موضوع گندم یک موزل، قیمت گندم در جهان یک مسئله است و یک دغدغه است. بنابراین رهبران خاورمیانه خیلی هاشون رویای خودکفایی غذایی رو داشتن. عربستان سعودی در دهه 90 میاد صادر کننده گندم میشه.
چه چیزی فدا میشه؟ آب زیرزمینیش فدا میشه. قذافی در لیبی باز دوباره این رویا رو داره. ایران جمهوری اسلامی هم داشته، به خاطر اینکه خب 8 سال جنگیده، صدام رو دیده که کنارش اگه یادتون باشه در سالهای آخر تحریم، خب در واقع تحریم‌های عراق، رسید به مسئله تبادل نفت و غذا. پس بحث غذایی و امنیت غذایی هم میشه یک موزل مهم. یعنی حالا نه تنها شما در جریان صلح میخوای خلاصه یه وابستگی غذایی تو رو کمتر بکنی، در شرایط جنگی هم که به سر میبری میدونی که اونجا آسیب پذیری بود. در کنار گفتیم بیکاری، یک موضوع دیگه در جهان گرسنگی. گرسنگی هم شورش میآورد. بنابراین وقتی گرسنگی رو در مقابل محیط زیست میذاری، باز دوباره حاضری که امروز نان رو تامین کنی به قیمت از دست رفتن امنیت محیط زیستی و امنیت آبی. در جاهای مختلف کشور خب ما این مسئله رو داریم. یه چیز دیگه تمرکز جمعیت ما، جمعیتمون افزایش عجیب غریبی داشت بعد از انقلاب در دو دهه، البته مومنتومش قبل از انقلاب شروع شده بود ولی خب تقویت شد با جریان انقلاب. مهاجرت ها شروع شد، جمعیت شهرنشین ما رسید به 70%، اما این جمعیت شهرنشین اومد در چند تا کلان شهر مستقر شد، نیومد پخش بشه. وقتی شما این پدیده رو داری، عملا منابع تو وقف این کلان شهرها میکنی. خب تو اون کلان شهرها، هر جا ما یه کلان شهر داریم، عملا دوچار مشکل آب هم هستیم. حالا آیا من مثلا مدیر وزارت نیرو یا من مدیر محیط زیست اصلا حرفی میتونم بزنم تو بحث افزایش جمعیت یا جریان توسعه یا استقرار جمعیت؟ آیا حتی میتونم حرفی بزنم در مورد اشتغالزایی، برنامه‌ریزی اقتصادی؟ و متاسفانه خبرگان و نخبگان آب و محیط زیست ما هم به این موضوعات توجه نمی کنن. بنابراین راه حل‌هایی که میدن، راه حل‌هایی میشن از اون جنسی که گفتم، جنس کاغذی و اجرایی نمیشن. هر وزیری عوض میشه ولی با حرفای خوشگل در مجلس برای موقع رای گرفتن، اما بعدن بیزنس از یوزوال، همون مسیر قبلی ادامه پیدا میکنه، چرا که ساختارها و نهادها این شکلی هستن. من بارها به افراد گفتم و میگم که ما رو هم بذارن در خیلی از این موقعیت‌ها، متاسفانه همین رفتار رو خواهیم کرد، به خاطر اینکه جای دیگری رو شما باید بری دستکاری بکنی و ببینی. و اگر همین موضوعی که گفتم، مثلا بحث اقتصاد سیاسی رو فکر کنیم و بحث برنامه‌ریزی و بحث جریان توسعه رو فکر کنیم، فقط منافعش به بخش آب و محیط زیست و کشاورزی نمیرسه، تو بخش‌های دیگه هم همینه. یعنی ما بسیاری از اتفاقاتی که در بخش آب و محیط زیست کشور می‌بینیم معلول برنامه‌ریزی در یک بخش دیگه. همونطوری که آب و محیط زیست ما درگیر مشکله، اقتصاد ما درگیر مشکله، آموزش ما درگیر مشکله، سیاستمون درگیر مشکله، همه اینها معلول اون در واقع روشی است که برنامه‌ریزی که انجام دادیم. برای خیلی از مشکلات ما برمیگرده واقعیتش به سازمان برنامه بودجه کشور، اما کمتر میبینیم که کسی سازمان برنامه بودجه رو نقد بکنه. در عوض میبینیم که چند تا شخصیت رو انتخاب میکنیم، به اونا حمله میکنیم و خودمون رو خالی میکنیم و همین داستانهای ساده رو میگیم: شکار نکنیم، کشاورزی نکنیم، این رو نکاریم، اون رو نکنیم، بدون اینکه بفهمیم و بدانیم چرا این اتفاقات داره میفته، چرا ایران خودرو، تعطیل کردن ایران خودرو یک مسئله اقتصاد سیاسی است نه یک مسئله محیط زیستی، چرا هفت تپه رو نگرانشیم ولی هفت تپه قاتل، شاید نیشکر، صنعت نیشکر در خوزستان قاتل آب بوده، قاتل محیط زیست بوده، اما کسی مگر جرأت دارد که بیاد دست بزند به اونجا؟ کسی جرأت دارد که بیاد بیکاری ایجاد بکنه؟ در مقابل بیکاری ایران خودرو، تولیدات ملی یک کشور در مقابل آلودگی هوای تهران، شما انتخاب میکنی که آلودگی هوا رو تحمل بکنی، 4 روز نمیدونم موقعی که شدید شد شهر رو ببندی، تعطیل بکنی، ولی اقتصادت رو دچار مشکل نکنی، شورش ایجاد نکنی، نارضایتی ایجاد نکنی. حالا اینجاست که اون بحث کوویدمون میاد وسط. کووید نقشش شبیه تحریمه. کووید اقتصادها رو دچار انقباض کرده. اقتصاد شما که منقبض بشه، به منابع طبیعیت روی میاری، بیشتر طبیعت خوار میشی، بیشتر شروع میکنی استفاده کردن از اون میراثی که پدران و مادرانت برات گذاشتن، از جیب میخوری برای اینکه بتونی بقات رو حفظ بکنی.
وقتی آمریکا میاد در دوران کووید خیلی از چیزهای خیلی از مسائل محیط زیستی رو شل میکنه، قوانین و محیط زیستی رو شل میکنه، انتظار از حاکمان مثلا سوریه و ایران و خیلی از کشورهای در حال توسعه برای اینکه این کار رو نکنن انتظار نمیگم نباید داشت، ولی حواسمون باشه که اونها تنها نیستن. ما در خیلی از تحلیل هامون در مورد ایران یک مرز میکشیم دور ایران و ایران رو میکنیم نقطه سیاه جهان و فراموش میکنیم که در خیلی از کشورهای جهان هم همین مسائل وجود داره. یه دفعه ایران رو مثلا من با کانادا یا سوئد مقایسه میکنم، شروع میکنم فحش بد و بیرا دادن به سیستم و کل مملکت و ایران و مردم و شکارچی و کشاورز. متشکرم از توضیحاتتون. چقدر فکر میکنیم که این تغییرات اقلیمی که حالا این موضوع کووید رو هم وسطش فرمودین که یه مقدار زیادی داره نشون میده که چقدر میتونه تاثیر داشته باشه توی این، یا این تحریم کووید چقدر میتونه تاثیر داشته باشه توی این موضوعات محیط زیستی، شما چقدر در مجموع فکر میکنین که این تغییرات اقلیمی یا گرمایش جهانی مثلا که حالا به عنوان مثال مثلا این خشکسالی هایی که توی کالیفرنیا به وجود اومده و باعث آتش سوزی شده، چقدر اینا رو فکر میکنیم که عاملش ما انسان ها هستیم و چقدرش رو فکر میکنیم که اینا چرخش های طبیعت هست یا تغییرات اقلیمی طبیعت هست و بعدا باز خواهد گشت به روزگار قبل، و آیا این ورشکستگی های آبی یا از بین رفتن منابع آبی میتونه مؤثر باشه در اون تغییرات اقلیمی؟ و اگر این تغییرات فکر میکنیم که خیلی میتونه این تاثیرات اتفاق بیفته، اون موقع چقدر این معاهده های بین المللی یا معاهده های جهانی مثل توافقنامه پاریس در 2015 یا توافقنامه‌ای که در 2020 امیدوارم که اتفاق بیفته، نمیدونیم هنوز که اتفاق میفته در ادامه توافقنامه پاریس 2015، چقدر اینا اهمیت پیدا میکنن این توافقنامه های بین المللی، و چقدر نقش این بازیگردان های بزرگ جهانی مثل آمریکا، مثل چین در پایبندی به این نوع تعهدنامه ها میتونه مهم و مؤثر باشه اگر اهمیت داره. متشکرم. خواهش میکنم. ببینید داستان گرمایش زمین به عقیده من باز دوباره یک کاتالیزوره. تحریم عامل مشکلات ما نیست، ولی یک کاتالیزور، یک شتاب دهنده است. کووید 19 عامل مشکلات امروز جهان نیست، ولی یک شتاب دهنده است. جایی که سیستم ها نقاط ضعفی داشتن اومد به تحلیلشون و از بین رفتنشون یا شکستشون کمک کرد. و نمیشه به یک ویروس رو عامل در واقع مشکلات جهان دانست. سیستم هایی که قوی بودن، رزیلینس داشتن، تاباوری بیشتری داشتن، تونستن در مقابل کووید 19 مقاومت کنه. در مقابل خیلی از بحران‌های دیگه هم همین سیستم‌ها مقاومت کردن. ما بالاخره بحث رکود اقتصادی رو هم داریم در هر چند سالی با رکود اقتصادی که میاد باز دوباره یه بلایی سر محیط زیست میاد، یه سری اتفاقات میفته، اما اینا عامل نیستن. گرمایش زمین مهم نیست من چی فکر میکنم، مهم اینه که اجماع در واقع دانشمندان جهان در این مقطع زمانی اینه که فعالیت‌های انسانی روی کره زمین عامل افزایش دمای زمین بوده و یه سری اتفاقات به دنبال گرمایش زمین، پدیده‌های حدی، رخدادهای حدی مثل سیل و خشکسالی و آتش سوزی و این داستان‌ها تعدادشون زیادتر میشه، شدتشون زیادتر میشه و رژیم در واقع بارندگی و برف و اینها به هم میریزه، برف به باران تبدیل میشه، نیاز گیاهان برای آبیاری و اینها بیشتر میشه، یه سری چیزها به هم میریزه.
حالا ما با این تغییرات هم تغییر میکنیم، یعنی انسان هم قطعا یه واکنش هایی به این قضیه خواهد داشت. این اجماع است. اول صحبتم گفتم که در اون مقاله هم گفتم و اصرار دارم که ما خیلی نمیدونیم در مورد زمین، اما مسئله کامپلکسه. امروز به اینجا رسیدیم، پس سعی بکنیم که یه سری کارها رو بکنیم که ضرر بیشتر نکنیم. آیا این خلافش در آینده میتواند ثابت شود؟ احتمالش بسیار بالاست. آیا ممکن است درست بگیم؟ باز هم احتمالش. پس این که ما بگیم حتما همه پدیده ها هم به خاطر گرمایش زمین هستن، این اون چیزیست که من باش مشکل دارم. اون که ما کلایمتایز میکنیم همه چی رو، و این کلایمتایز کردن خیلی یک اتفاق بدی بوده. یعنی ما در غرب میبینیم به خصوص این اتفاق میفته، یعنی همه چیز رو فوراً کلایمتایز میکنیم. به نظر من آقای ترامپ وقتی که میگه بخش مدیریت، در واقع مدیریت مثلا جنگل ها در کالیفرنیا خوب نبوده، به نظر من حرف بدی نمیزنه. مسئله اینه که شما وقتی میای میگی یا این یا اون دچار مشکل هستی، وقتی میگی نه عامل نمیدونم فقط اینه یا اون، ما گفتیم با یک مسئله تو در تو طرفیم. هر دو اینها به هم دیگه در واقع کمک کردن که این اتفاق بیفته. کما اینکه مثلا بدی های نظام حاکم بر، در واقع ضعف های سیستم حکومت در آمریکا باعث میشه که یه اتفاقاتی که کووید مثلا ضربه شدیدی بتونه به یه سری بخش ها وارد بکنه. هم کووید اینجا نقش داره، هم مدیریت. بعد این که بیان بگیم آقای ترامپ بگه نه کووید عامل همه مشکلات، یا آقای بایدن بیاد بگه که نه همش سوء مدیریته، این به نظر من اون دو قطبیه که سیاسیون ازش بهره میبرن یا کم گروه هایی که کمپین میکنن. تو مورد گرمایش زمین چیزی که من حتی باش مبارزه کردم، میخوام بگم نه اینکه من گرمایش زمین رو قبول ندارم، من یکی من روش کار کردم، تحقیق کردم، دانشجو داشتم، خیلی هم راجبش صحبت میکنم، اما مراقبم به خاطر اینکه احساس میکنم که گرمایش زمین برای خیلی از مدیران، همیشه اینو به غربی ها میگم که در شهر یا در خاورمیانه یا در حالا ایران، شما گرمایش زمین یک در واقع کادوس، یک راه فراری است که شما به مدیران دادید برای اینکه هر مشکلی که پیش میاد شما میگی که گرمایش زمین. سیل اومد در عید مثلا، بیا بگی گرمایش زمین. در غرب خیلی موقع ها شما نمیگی گرمایش زمین مثلا به آقای ترامپ، برای اینکه بگی گرمایش زمین باید کاری بکنه در موردش. در شرق شما سری میگی گرمایش زمین، به خاطر اینکه بگی گرمایش زمین یعنی من نکردم، غربی ها کردن چون اونا عامل توسعه بودن، چون اونا گازهای گلخانه ای بیشتری رها کردن، پس اونا بیان پولشو بدن و درست بکنن، من قربانیم. بنابراین فضا رو سیاسی میکنه. نکته دیگه اینه که از نظر من گرمایش زمین هم خودش یکی از تعداد زیادی از محصولات توسعه ناپایداره. ورشکستگی آبی هم یکی از محصولات توسعه ناپایدار، جنگل زدایی، طوفان گرد و غبار، خشک شدن تالاب ها، فروچاله ها، فرونشست زمین، از بین رفتن تنوع زیستی، همه آلودگی هوا، افزایش نمیدونم پسمان در طبیعت، همه اینا محصولات توسعه ناپایدارن. اینکه چرا، این سوال بزرگی است، اینکه چرا ما در غرب انتخاب کردیم که گرمایش زمین رو بیایم بکنیم چتر مسائل به جای توسعه ناپایدار، یک سوال بزرگه. برای منم همیشه سوالی که چرا ما همه سرمایه گذاریمون رو بردیم تو این زمینه، چرا این قضیه ایراد داره. برای اینکه منی که در شرق زندگی میکنم، برگردیم کاوه مدنی الان اومده در مذاکرات کلایمت چینج کاپ نگوشییشن، کما اینکه بندم بودم رئیس هیئت ایرانی و اومدم دارم مذاکره میکنم. چی میگم؟ حرفم اینه که گرمایش زمین واقعیت داره. بله، ایران قربانی است. من آب ندارم و من مشکلات غذایی پیدا میکنم و من قربانیم. حالا چیکار بکنیم؟ حتما بیایم حلش بکنیم. خب چگونه حلش بکنیم؟ با کاهش گازهای گلخانه‌ای. چگونه این کار رو بکنیم؟ طرف به من میگه شما نفت تولید نکن، نفروش. من سری میگم که چرا من نفت تولید نکنم، نفروشم؟ نفت منو تو خریدی، نفت منو تو بردی استفاده کردی. نگاه به وضعیت مملکت من بکن، نگاه به وضعیت مملکت خودت بکن. پس به من تکنولوژی بده، به من پول بده، به من خسارت بده، من مخلصت هستم، میام
مسیر توسعه هم رو عوض میکنم. ولی حالا که نوبت من شد تو میایی میگی که نکنیم. میفهمم که همه با هم میریم قر جدول، همون صحبت همون کشاورزاست که دارن آب زیرزمینی برداشت میکنن، اما آیا من میتوانم منافع ملی خودم و منافع کوتاه مدت خودم و زمانی که مردمم گرسنه‌ام، مردمم به اشتغال نیاز دارم، مردمم دچار مشکلن، اقتصادم دچار تحریم، اقتصادم تحت فشاره، بیام من یه دفعه بشم فداکارترین موجود جهان، حالا کنار من کی میاد؟ عربستانم حرف منو میزنه، چینم حرف منو میزنه، کشورهای دیگه هم برای ما یه دفعه میشیم اونجا یک الائنس، یک گروه متحد. من استاد دانشگاه و محقق محیط زیستی هم که به گرمایش زمین هم باور دارم، این حرفو میزنم چون میگم عدالت هم مهمه، عدالت هم در جهان باید رعایت بشه. پس تو نمیتونی این کار رو بکنی، اگر میخواهی این مسیرشه. اونم میگه نه، تو پولداری، خودت خرج خودت رو بده. نهایت قرارداد پاریس میشه یک چیز کاغذی. حالا آیا این قابل تغییره؟ بله، در جهان بالاخره ما هم جریانات سیاسی داریم، هم مدگرایی داریم، هم بالاخره رهبران شو دارن، میتونن شرایط رو عوض بکنن. الان تو انتخابات آمریکا میبینیم به طرز عجیبی بحث گرمایش زمین بحث مطرح میشه، بحث مهم میشه، و شاید یکی از دلایلش اینه که خب این بحث مهمی است برای اینکه اولا جوانها رو درگیری کرد و برای رأی دادن، به علاوه اینکه نشون داد که دیدگاه‌های فرزند آقای ترامپ با آقای بایدن چقدر فرق داره. آیا آقای بایدن واقعا مسلط به موضوع گرمایش زمین؟ حداقل تو دیبیتی که داشت، مناظره‌ای که داشت، من احساس نکردم که خیلی حتی موضوع گرمایش زمین رو درست متوجه میشه. اما الان یه فرصت خوبی است برای وعده دادن. گروه‌های دیگری هم اومدن وارد شدن، بخش‌های اقتصادی. آمازون فرضاً تا چندین سال پیش خیلی وضعش خراب بود تو بحث‌های توسعه پایدار، به هر حال فشاری که بهش اومده یه سری خلاصه شلوغ میکنه و یه سری وعده ها داده، یه سری کار میکنه، پولم داره خرج میکنه. اگر این گروه ها بیان میتونن پیر پرشر رو ببرن بالا، یه سری صنایع، یه سری بیزنس ها رو درگیر کنن. اما آیا واقعا راست میگن اینها؟ سیستم حساب کتاب درست دارن؟ گزارش میکنن؟ نه. آیا فقط باید به گرمایش زمین پرداخت؟ نه. خب شما کربن فوتپرینت تو میخوای کاهش بدی، چرا در مورد مثلا ردپای آبیت به من گزارش نمیدی؟ چرا در مورد مصرف آب سرورها به من گزارش نمیدی؟ چرا مسائل دیگر رو نمیگی؟ متاسفانه تو این فضا فضای در واقع بسیار غیر شفافی داریم و این میشه که فضای در واقع سالمی نیست. پس تو بحث اگر میخوایم مسئله گرمایش زمین حل بشه، همون حرفی که زدم، بریم بفهمیم که چرا دولت‌ها و بعضی از حکومت‌ها نمیان اون چیزی که ما میخوایم به عنوان راه حل. من استاد دانشگاه، من محقق در دانشگاه نشستم، میگم راه حل در واقع پرداختن به گرمایش زمین این است و برید اجرا بکنید. چرا اتفاق نمیفته؟ چون این مسائل وجود داره. پس اون ساختارها، اون نظریه بازی ها اینجا به درد میخوره که شما بیاید بفهمید که چه ساختارهایی وجود داره. حالا چگونه میشود انگیزه ها رو عوض کرد؟ حرف من اینه که وقتی میگم توسعه ناپایدار، اگر شما جای گرمایش زمین توسعه ناپایدار رو میکردی، بولد میکردی، من برمیگردم کشور خودم. اگر میگفتی توسعه ناپایدار آلودگی هواست، من میرم میگم آلودگی هوای مردم در خوزستان، جایی که پالایشگاه دارم، اونجا میرم به این موضوع میپردازم. آلودگی هوا رو اگه کم بکنم، اگه گاز فلر آتیش نزنم، گازهای گلخانه‌ای هم کم میشه. اما اون لحظه من برای مردم ایران منفعت دارم، مردمی که دچار مشکل هستن، مردم ما در ایران که الان نمیدونن فردا قیمت دلار چنده، چگونه میشه ازشون انتظار داشت به گرمایش زمین فکر کنن؟ شما در کانادا وقتی که کووید اومد و میترسیدین، همین الان که موج کووید را میفته، چگونه در واقع میتونید به نمیدونم 2050 و 2100 فکر کنین؟ چگونه مردم یمن میتونن فکر کنن؟ چگونه مردم گرسنه میتونن فکر کنن که دارن برای همین الان برای بقاشون میجنگن؟ وقتی شما در کانادا لوله گاز میکشید، چگونه انتظار دارید خاورمیانه که رو گاز نشسته بیاد فردا مثلا ول کنه توسعه میادین گازیشو؟ اینا میشن چیزایی که بسیار متاسفانه بسیاری از محققان ما به علت عدم آشناییشون با فضای واقعیت و به علت عدم آشناییشون با اینکه جهان فقط غرب نیست و جهان فقط کشورهای توسعه یافته نیست،
راه حل هاشون میشه راه حل های کاغذی. متاسفانه رسانه ها اینا رو تکرار میکنن، این انتظارات ایجاد میشه، به موانع نمیپردازن و بعد شما راحت میای میگی که مثلا نمیدونم حاکمان عربستان فاسدن و درک درستی از محیط زیست ندارن و اینطوری. نه اینکه اونها خیلی محیط زیستی هستن، اما اگه اونها همین سری نمیان مدل توسعهشون رو عوض کنن، هزاران دلیل میتونه داشته باشه که شما باید بری اونها رو شخم بزنی و در بیاری و ارائه بکنی اگر میخوای راه حلی ارائه بدی که به درد بخوره. بس نظریه بازی ها یکی از کارهایش اینه که بیای انگیزه ها رو عوض کنی، بیای جریمه ها رو یه شکلی بکنی که عوض بشه. همش راجع به بازی شطرنج است، راجع به تعاملات هست. من چه بکنم که شما چه رفتاری رو عوض بکنی، چگونه قراردادها رو تنظیم کنی، چگونه مکانیزم ها رو درست کنی. در مورد قرارداد پاریس تا موقعی که موضوع عدالت و اینکه چه کسی پولش رو میدهد حل نشود ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که به خصوص کشورهای در حال توسعه بیان به شدت مثلا از مسیر توسعهشون خارج بشن و کاهش گازهای گلخانه‌ای بدن. اما فرضاً در کشوری مثل ایران آیا کاهش گازهای گلخانه‌ای ممکنه؟ بسیار ممکنه، به خاطر اینکه ما این افیشنسیمون، بازده مصرفمون و بسیار بسیار پایینه. ما در خیلی از موارد میتونیم با کاهش گازهای گلخانه‌ای داشته باشیم، اما هزینه داره، هزینهش و کسی تقبل نمی‌کنه در شرایطی که اقتصاد ما ضعیف‌تر و ضعیف‌تر شده. این دفاع از رفتار مدیران محیط زیستی کشور نیست، ما در کل راجع به یک رفتار عمومی در واقع حکومت‌ها در کشورهای در حال توسعه می‌کنیم. در این موضعی که ایران داره در مورد یا بسیاری از تندروهای ایران فرزند دارن در مورد قرارداد پاریس، همون موضعی است که در ترامپ داره در مورد قرارداد پاریس، اینکه قرارداد پاریس یک قرارداد بد است که مسیر توسعه ما رو محدود میکنه و هزینه زیادی به ما تحمیل میکنه. حالا با همه این تفکراتم هم بگم که جزء یکی از چیزهایی که در مورد من مطرح میکنن و اتهامات اینه که من میخواستم ایران خلاصه به قرارداد پاریس ملحق بشه و مسیر توسعهش دیگرگون بشه و آسیب ببینه، حالا با همه این حرفایی که من براتون توضیح دادم. ولی واقعیت امر اینه که ما ایران نگاهش اینگونه بوده و الان تو این شرایط هم من در افق کوتاه مدت نمیبینم که ایران ملحق بشه به قرارداد پاریس. سپاسگزارم جناب دکتر. یکی از آیتم‌های خیلی کلیدی یا تاثیرگذاری که میتونه نقش گنده‌ای داشته باشه تو این تغییرات اقلیمی یا تو این داستان‌های گرمایش جهانی، همونطور که شما گفتین، استفاده یا استفاده نادرست از انرژی‌های فسیلی هست که خب یکی از منابع گنده‌اش هم کشور ما ایران هست. چقدر فکر میکنیم که جایگزینی این انرژی‌های فسیلی با انرژی‌های تجدیدپذیر مثل خورشید، باد، آب، زمین گرمایی یا چیزهای اینچنینی خوبه؟ و یادم میاد که یه فیلمی رو آقای مایکل مور که مستندساز بنامی هست در سال 2019 درست کرده بود به اسم سیاره انسان ها. نمیدونم که شما این فیلم رو دیدین یا نه، ولی خیلی جنجال خیلی بزرگی به وجود آورد و موضوع یا داستان کلی این فیلم راجع به اینه که تمامش شک ها و تردید هایی که راجع به این برنامه های توسعه انرژی های پاک وجود داره رو، فارغ از این که اینا درست هست یا درست نیست، همه اون شک ها رو آورده توی مستندش. اینی که توی دراز مدت چقدر این جایگزینی میتونه به کاهش تغییرات اقلیمی کمک بکنه، چقدر از نظر اقتصادی میتونه کمک بکنه توی طولانی مدت، توی کوتاه مدت، همونطور که باز توی صحبت های شما میتونستیم بفهمیم، این بود که هزینه زاست در سالهای اول برای این که زیر ساخت ها شو باید بسازی. آیا در دراز مدت بازگشت مالیش میتونه قابل توجه باشه برای ما؟
و یا باز با یه نگاه دیگه اینکه چقدر اون داستان‌های انرژی‌های غیر تجدیدپذیر و داستان انرژی‌های تجدیدپذیر کدوم یکی کفه سنگین‌تری رو برای ما خواهد داشت یا نخواهد داشت. این که یه تشبیهی رو شما داشتین توی در خصوص مدیریت منابع آب و تشبیهش کرده بودیم به داستان مرد چاق پولداری که خیلی دوست داره که لاغر بشه به خاطر اینکه خیلی پولدار بوده و تمام اشربه و اطعمه و چیزهای مختلفی که میتونسته استفاده بکنه رو کرده بوده و رسیده بوده به یه وزن خیلی بالایی که تمام امراض به تدریج شروع کرده بود اومده بود به سراغش و این آقای مرد چاق پولدار رفته بود سراغ دکترهای مختلف که درمان هم کنیم و اونا گفته بودن که تو باید درست مصرف بکنی و ورزش بکنی و فکر میکرد که این دکترها دانش درستی ندارن بنابراین سراغ دکتر بعدی و در نهایت اون رمالی که بهش گفته بود که بیا من به یه ورد و جادو یا دعایی میدم که تو از این استفاده بکن و لاغر بشو و یا فیت بشو یا تمام امراضت رو از بین ببر و بعد در نهایت مشکلات اونچنین براش به وجود اومده بود. چقدر فکر میکنیم که این موضوع مدیریت و مدیریت مصرف که حالا این مثال رو شما برای منابع آبی گفته بودین چقدر میتونه قابل تعمیم باشه به همه منابع انرژیمون و چقدر میتونه اهمیت پیدا بکنه نحوه مدیریت درستش یا نحوه مصرف درستش به این که حالا کدوم یکیشو استفاده بکنیم و یا اینکه دوتاش یعنی مصرف بهینه داشته باشیم و انرژی تجدیدپذیر داشته باشیم. خیلی دوست داشتم که اینو هم شما برامون یه مقدار باز بکنیم و از لحاظ علمی ببینیم که چه خبره توش و ابتکاری شما. متشکرم. خواهش میکنم. ببینید تو این فضای آشفته و غیر شفاف با عدم قطعیت‌های زیاد عقل سلیم حکم میکنه که ما همه تخم مرغامون رو در یک سبد نذاریم. اون که در واقع همیشه هر موقعی که به یک چیزی دلبسته شدیم و فقط اون رو به عنوان راه حل دیدیم بعداً ضرر کردیم. ما در مورد انرژی‌های تجدیدپذیر فعلا یه سری تفکرات و انتظارات یا رویاهای خوب داریم و فعلا خیلی از چیزهای که در واقع منافعی که با انرژی‌های تجدیدپذیر میاد رو خوب می‌دانیم، اما در دراز مدت مثل هر تکنولوژی دیگه احتمالاً با معایب اونها آشنا خواهیم شد. مثال خوبش شناخته شده ترین و بزرگترین، حالا از لحاظ حجم تولیدی بگیم تو در جهان بزرگترین انرژی تجدیدپذیری که در حال استفاده است انرژی برق‌آبی است که کشور شما هم بسیار ازش استفاده میکنه. ما این رو به عنوان یک انرژی بسیار پاک میشناختیم. هنوز هم بعضی از دولت زنان و دولت مردان در سراسر جهان راجب انرژی برق‌آبی صحبت میکنن به عنوان یک انرژی پاک. چین به شدت داره میسازد و همینجور میتازد در این حوزه و توسعه میدهد، اما امروز میدونیم که هر سدی که میسازیم چه بلایی سر محیط زیست میاره، چه اثراتی داره. حتی فهمیدیم که رد پای آبی بالایی داره، رد پای کربنی بالایی داره و همه این مسائل. ما یک روزی در مورد انرژی هسته‌ای به شدت منفی بودیم بعد از اتفاقات شوروی سابق، اما امروز خیلی از افراد نگاهشون به انرژی هسته‌ای بسیار مثبت است. پس ما دیدمون بر اساس دانشمون بر اساس وضعیت تکنولوژی عوض میشه. چیزی که میدونیم اینه که تولیدات انرژی تجدیدپذیر داره ارزانتر میشه. آیا بعد یه دفعه کل ایران رو فرضاً تعطیل کرد و نمیدونم توربین بادی گذاشت؟ من با همچین چیزی
مخالفم. آیا نباید از انرژی‌های تجدیدپذیر استفاده کرد؟ چرا؟ ما آنچه که تحقیقات ما نشون میده اولا اینه که انرژی‌های تجدیدپذیر در هر منطقه‌ای از جهان بر اساس منابع اون کشور باید تنظیم بشن. در بعضی از کشورها که فرضاً مثلا کشور ایران که آب محدودی داره، انرژی برق‌آبی یک انرژی خوب و مطلوبی نیست. در یک کشوری که آب زیاد داره مثل نروژ ممکنه مشکلی نباشه، شما انرژی برق‌آبی میتونی استفاده بکنی. مطلوبیت این انرژی ها عوض میشه از یک جا به یک جای دیگه. تحقیقات ما نشون میده بعضی از انرژی های تجدیدپذیر وقتی که در کنار ردپای کربنیشون، ردپای آبی، ردپای اکولوژیک و هزینهشون رو در نظر میگیری، بعضی از انرژی های تجدیدپذیر از انرژی های فسیلی بدتر میشن از لحاظ اون مجموعی که مجموعه در واقع ردپاهایی که دارن و یه حالا کاری که تحقیقی که در کردیم. بنابراین ما میگیم ما باید انرژی میکس رو در واقع عوض کنیم، مثل سرمایه گذاری خیلی از شماها، پول بازنشستگیتون یا پول الانتون در بازار سهام. اگه شما همه زندگیتون رو ببرین در یک سهام به سهم بذارید، خب وابستگی دارید، با نوسانات اون زندگیتون میتونه دگرگون بشه. اگر پخش بکنید یه مقداری اوراق مشارکت بخرید، یه مقداری نمیدونم سهام بخرید، سهام های ریسک و لو ریسک، با ریسک بالا ریسک پایین، بعد اون موقع پورتفولیوی سرمایه گذاریتون متفاوته. این چیزیه که باید انجام بدید. موضوع دیگر موضوعی است که اولش هم گفتم، شما هم فرمودید، بحث کانسیومریزم، بحث مصرف گرایی است. ما مصرف گرایی رو خیلی اونقدر روش کار نمی کنیم. چرا نمی کنیم؟ سوال است. چرا ما کمپینامون به این موضوع نمی پردازه؟ به خاطر اینکه باز بحث درآمدها هست. یه تحقیق ما امیدوارم نتایجش به زودی در بیاد، همین در مورد مصرفگرایی اینترنته که بعد از کووید 19 افزایش پیدا کرده. حالا اینو میگم یه مقدار دچار عذاب وجدان بشید، ولی همین ویدیویی که شما الان روشن نگه داشتید خیلیاتون، اگر خاموشش کنید سهم به سزایی در کاهش ردپای کربنی، ردپای آبی دارید. یعنی ما نادانسته همین زوم میتینگ هایی که میذاریم و دوربین هامون روشنه، این بالاخره برای این یه دیتا سنتری داره انرژی مصرف میکنه، مصرف انرژی بالا معنیش رد کربن بالاست و ردپای آبی و خیلی چیزهای دیگه. ما به خیلی از این چیزها دقت نمی‌کنیم، بعد مصرف می‌کنیم. یا مثلا نتفلیکس یا یوتیوب یا هر کدوم از اینا الان به شما با ویدیو رو با کوالیتی بسیار بالا میدن. اگر کوالیتی یه ذره بیاریم پایین‌تر، هیچ ضرری هم نمی‌کنیم، اذیت هم نمی‌شیم، ولی میتونیم در کاهش گازهای گلخانه‌ای مؤثر باشیم. ما به اون موضوع نمی‌پردازیم به خاطر اینکه باز دوباره اقتصادا درگیر میشن. آمازون این همه پول خرج می‌کنه برای نمی‌دونم شو ساستینبیلیتی، ولی از اون بر برای شما پکیج میفرسته در خونتون با کلی در واقع آلاینده و پسماند و از این داستان ها. رو اون موضوع وارد میشه. موضوع دیگه باز بحث سرمایه‌گذاری در حوزه رینیوبل و انرژی، در واقع انرژی های تجدیدپذیر. چه کسانی رفتن سراغ این؟ باز دوباره بحث غرب، اقتصادهای قوی تر رفتن سراغ این. اروپایی ها بیشتر از آمریکایی ها، یا شاید مثلا ممکنه تو تحقیق توسعه ما آمریکایی ها قوی بودن، ولی در استفاده اروپایی ها پیشتاز بودن. چرا؟ این سوالی است که باید پاسخ داده بشه. من به نظر من چیزی که همیشه تو ایمپریال کالج از دانشجوها در با صحبت میکردم یادمون نره، گفتم ما عقده غذا داشتن داشتیم، ما عقده خودکفایی غذایی داشتیم به خاطر اینکه آب نداشتیم، اما ما دغدغه انرژی نداشتیم. از اون بر برعکسش حاکم بود، کسانی بودن و حاکمانی بودن که وابستگی به ما داشتن، وابستگی به شیوخ عرب و شاه ایران و یا نمیدونم آیت الله های ایران داشتن که قیمت نفت رو براشون جابجا کنن و اقتصادشون رو بریزن به هم. بنابراین انگیزه زیادی داشتن در این حوزه توسعه بدن و اون قضیه خیلی به اقتصادهاشون کمک میکنه. این یکی از انگیزه های مضاعفی بوده، شاید انگیزه اصلی بوده که به توسعه انرژی های تجدیدپذیر کمک کرده و ما کمتر میبینیم که راجبش صحبت بشه. وقتی قرارداد من نماینده ایران بودم در مذاکرات کاپ برای تغییر اقلیم، برای گرمایش زمین، همین حرف رو زدم که پیشنهاد ما در واقع ایران این بود که به موضوع آب هم بپردازیم. چرا قرارداد پاریس به موضوع آب توجهی نداره؟ همه تمرکزش روی انرژیست. بنابراین باز بحث اقتصاد و این مسائل وارد بازی میشه و توجهات به اون قضیه
که ما خیلی راجبشون صحبت نمی کنیم. به هر حال اون هم یه بخشیست که افراد زیادی میتونن ازش منتفع بشن، با شکست قولهای نفتی، با توسعه انرژی های تجدید پذیری، سرمایه گذاری در شرکت ها و کارخانجاتی که اونها رو تولید میکنن. معایب هنوز دارن، هنوز آلودگی هایی دارن، هنوز ما در چرخه تولید آلودگی های بسیاری تولید میکنیم. آیا تسلا ماشین خودروهای الکتریکی اینها خودروهای پاکی هستن یا نه؟ سوالات بسیار زیادی در این حوزه هست. ما آلودگی رو ممکنه در واقع دود تولید نکنیم، از سطح شهر آلودگی رو ببریم، اما انرژی رو که داریم مصرف میکنیم، کشور شما چقدر انرژیش پاک شده، پورتفولیو تولید انرژیش، از اون ور این خودرویی که داره تولید میشه کثافتش در کجا داره میماند؟ شما در بالادست در کشورهای در حال توسعه داری این کثافت رو باقی میذاری، سرطان و بدبختی و پسماند و همه آلودگی های شیمیایی رو برای آنها باقی میذاری. کدام عدالت رو ازش میای صحبت میکنی؟ لباسم که ما میپوشیم، تمام چیزهایی که مصرفگرایی که ما در غرب داریم، مصرفگرایی شما کانادا و آمریکا رو نگاه بکنید، مدلی که مصرف میکنه، مدل زندگی که ما داریم و اون لایف استایل و اون مدل زندگی رو حتی بولدش میکنیم. کدوم از کارگردانای حالا آمریکایی محیط زیستی اومدن راجع به لایف استایل آمریکایی، نحوه زندگی آمریکایی فیلم مستند بسازن و بگن اگر آمریکایی‌ها حاضر بودن در مثل اروپایی‌ها زندگی بکنن، بریز و به پاششون رو کمتر بکنن، چه اتفاقی در دنیا میافتاد؟ امروز اقتصاد شکلی پیدا کرده که اگر مصرف گرایی رو ما زیادی در واقع کنترل کنیم، اقتصادها ضربه می‌خورن. مشکل اصلی هم اینه که ما توسط نهادها و نظام‌هایی می‌خوایم مشکلات امروز محیط زیستی و گرمایش زمین و اینها رو حل بکنیم که خودشون عامل تولید این مشکلات بودن. بنابراین هی صحبت از راه حل‌های اقتصادی می‌کنیم، میگیم آیا می‌تونیم بر ما یه راه حل اقتصادی بیاریم؟ خب اگر بخوایم اقتصادیش کنیم، باید بیایم رو جان مردم ارزش بذاریم، بیایم روی سلامت مردم ارزش بذاریم. میبینیم تو همین موضوع کووید 19 ما نمیتونیم این کارو بکنیم. این موضوع به نظر ساده است دیگه، شما چقدر انسانو میفرستی بیرون جلوی به قولی جوخه اعدام، چقدر اقتصادتو نگه میداری؟ ما در همین هم مشکل داریم و نمیتونیم. بنابراین ما اگه تا زمانی که بخوایم اون با اون روش‌های موجود مسئله رو به قولی راه حل اقتصادی براش بیاریم، خیلی سخته. مدگرایی ها، تغییر تفکرها، تغییر اولویت های جوامع، تغییر نگرششون میتونه این رو عوض بکنه. حرفی که من همیشه میزنم اینه که ما برای اینکه به یک موضوعی به عنوان سیاستمدار، من به عنوان یک سیاستمدار به یک موضوعی بپردازم، باید با منابع محدودی که دارم در جامعه من اون موضوع باید هم اورژانسی به نظر بیاد و هم مهم، هم ارجنت باشه هم ایمپورتنت باشه، ولی ریلاتیولی یعنی نسبت به مسائل دیگه. حالا مثلا اینی که در محیط زیست، در گرمایش زمین و مسائل دیگه چقدر هم مهمه هم اورژانسی نسبت به مسائل دیگه، مثل مسکن، مثل اقتصاد، مثل بهداشت، مثل دفاع، مثل روابط خارجی، مثل آموزش. در اکثر جوامع دنیا محیط زیست اورژانس نیست و در خیلی از جوامع دنیا حتی مهم نیست از این لحاظ. بنابراین حاکمان با منابع محدودشون نمیان بهش بپردازن و حاضر بشن که در موردش خرج کنه. آیا میشه این رو عوض کرد؟ بله، با آموزش، با تغییر اولویت ها، با تغییر نگرش به موضوع محیط زیست میشه در واقع اهمیت نسبی اون رو برد بالا. با فهم و درک بهتر از وخیم بودن اوضاع میشه اون رو اورژانسی کرد. اما فرق کووید 19 با گرمایش زمین، با بحران‌های محیط زیستی، مسائل محیط زیستی اینه که اونا دراز مدتن. آلودگی هوا خیلی‌ها رو میکشه، ولی یهو نمیاد یه تعداد زیادی رو بکشه. شما حسش نمی‌کنی، کووید 19 رو حسش می‌کنی. کووید 19 شاید از لحاظ آماری هنوز هم خیلی قاتل عظیم و جثه‌ای نباشه، ولی وقتی که میبینی اطرافیانت دارن دوچار مشکل میشن، پس میشه موضوع اورژانسی. همه ی دولت‌های جهان میان به این موضوع میپردازن، در حالی که اولش گفتم یک روزی وقتی از ما میپرسیدن به نظر شما مهمترین موضوع چیه، به نظر شما بزرگترین بحران چیه، ثات لیدرهای دنیا، رهبران تفکر دنیا این موضوع رو از بهش فکر نکرده بودن، حتی موضوع تقویت نظام‌های بهداشتی رو بهش فکر نکرده بودن و بهش نپرداخته. سپاسگزارم از شما.
خسته‌تون کردم آقای دکتر. نه نه من در خدمتم، میبینم دوستانم سوال میکنن. آره از دوستانم لطف کنین سوال سوال میخوان بکنن. من میخواستم ببینم که خود آقای دکتر مدنی نکته‌ای دارن که من ازشون نپرسیده باشم و دوست داشته باشن که بفرمایند، یا اینکه یه تعدادی سوال دوستان دارن میتونیم وارد اون سوالات بشیم. شما اگر مطلبی هستش که من نپرسیدم و دوست دارین که موضوعشو باز بکنیم، خیلی خوشحال میشم که بشنوید. نه خواهش میکنم، نکات که زیاده، حالا دیگه دوستان احترام بذاریم به دوستان و وارد پرسش و پاسخ بشیم. اگر چیزی به ذهن من رسید حتما میگم. متشکرم از لطف شما. جناب صدقی شما فرمایشی دارین یا من؟ آقای وقایع نگار چند بار نوشتن سوال دارن. بله من البته مال ایشون رو ندیدم، ولی یکی از دوستان سوالی داره. من خیلی البته سوالشون رو مستقیما متوجه نمیشم، ولی در مورد شکار و شکارچیا سوال میکنم، و البته سوال دومشون هم در زمینه مبارزه با کرونا و محیط زیست هست که فکر میکنم سال دوم رو جناب عالی پاسخ دادین. ولی در مورد شکار و شکارچی چقدر فکر میکنیم که میتونیم این کار رو انجام بدیم یا چقدر نباید انجام بدیم؟ احتمالاً اگر سوال رو من درست چیز بودشم نمیدونم سوال دقیقا چیست، ولی موضوع حالا بریم در مورد ایران صحبت بکنیم و در خیلی از جاهای دیگه. دلیلی که شکار انجام میشه چیست؟ خب در جوامع ابتدایی شکار انجام میشه برای تامین غذا معمولا، ولی در کشور ما درسته که شکارچی، خیلی از شکارچی‌های حالا پولدار هستن که تفننی میرن شکار میکنن، اما دلیلی که اتفاق شکار و قاچاق و اینها میفته، یکی از دلایلش دلایل مهمش موضوع اقتصادی است. بحث ما و نگرش ما اینه که تا زمانی که ما نتونیم رفاه مردم و جوامع محلی رو تامین بکنیم، نمیتونیم از اونا انتظار داشته باشیم که نرن بکشن. کسی که گرسنه هست میکشد، پوست میکند و میفروشد، میاد همراه میشه با بعضی از این شکارچی‌های پولدار و برای اینکه بره و یک درآمدی کسب کنه، خیلی هم ارزان میفروشد چون نیاز داره به این قضیه. بنابراین بعضی از مدل‌ها و صحبت‌هایی که همیشه می‌کردیم و مجموعه سازمان هم تلاش میکرده، سازمان محیط زیست هم بعضی ها توش تلاش میکردن بهش برسن، اینه که یه کاری بکنیم که جوامع محلی در واقع مقتدر بشن و جوامع محلی بیان بشن، ای جوامع محلی که بتونن منفعت ببرن از تنوع زیستی، از عدم شکار، میتوانن بشن بهترین حافظان محیط زیستی، بهترین حافظانی که اجازه شکار ندن تو منطقه خودشون. اگر فرضاً مثلا اکوتوریسم رو در کشور فعال بکنیم، اگر شما این جوامع محلی، مردم یک روستا منفعتشون و درآمدشون رو از این ببرن که مردم برن اونجا تماشا بکنن گونه‌های جانوری رو، اونها میشن بهترین پاسبانان و محیطبانان برای در واقع حفاظت از گونه‌های جانوری. در حال حاضر نه، این فضا نیست. مثلا چند روز به من پیغام میدن در شمال غرب کشور یه جای پلنگی رفته و چند تا گاو رو کشته، ظاهرا دام رو کشته، و خب مردم عصبانی میشن. یعنی کشاورزی که زندگیش به اون دام وابسته است، دو تا گوسفندش رو بکشی عصبانی میشه، و همون کشاورز ممکنه بره با تیر بزنه یا نمیدونم حیوان رو با سنگ بزنه و هر چیزی از بین ببرتش. و بارها ما میبینیم فیلماش میاد که جوامع محلی حتی خودشون کینه دارن و میان حمله میکنن. پس ما باید اونا رو منتفع کنیم. همونطوری که من در ایران هم در مورد آب همیشه اصرارم این بود که ما اگر به جای در واقع امنیت غذایی یا امنیت آبی روی بحث امنیت کشاورزان و بهبود معیشت کشاورزان تمرکز بکنیم، با بهبود معیشت کشاورزان اونها رو بهترین مدیران منابع آب ایران میکنیم، و اونا وقتی متمول باشن رفتارهاشون متفاوت خواهد بود از الانی که برای بقا در واقع دارن کار میکنن. و تو این وقتی که شما برای بقا میجنگی، دیگه به فردا فکر نمیکنی، به امروز فکر میکنی و تلاش میکنی سود امروزت رو بهینه بکنی. بنابراین این یه قضیه مهمه. آیا در مورد اینکه آیا اصلا شکار باید کرد یا نکرد، این یک موضوع بسیار احساسی و علمیه. هنوز علم
علم در خیلی از موارد میگه که شکار برای تنظیم جمعیت مفید میتونه باشه. در بعضی از موارد وقتی که جمعیت بالا میره میبینیم اتفاقاتی میفته، گاهی وقتا گونه های حتی بومی نیستن. استرالیا پارسال تصمیم گرفت 10,000 تا شتر رو کشت، گونه‌ای که برده بود گونه غیر بومی بود، به خاطر خوشسالی ها این شترها به خونه های مردم نزدیک شده بودن و تهدید محسوب میشدن و کشت. حالا کسی هم ککش نگزید و فوشی نداد. حالا این اتفاق در یک جای دیگه ای در یه جایی که سیاست زده باشد می افتاد، رسانه ول نمی کرد اون کشور رو. اما در صورت ما این قضیه رو داریم. از لحاظ احساسی خب به هر حال خیلی سخته این حکم دادن در مورد این قضیه که باید کشت مثلا حیوانات رو و از بین بردشون و شکارشون کرد. من یه سوال دیگه میبینم اگر اجازه بدید. یکی از دوستان بله. که فکر کنم چون خصوصی برای من پیغام فرستادن که آره. Any long-term or short-term solution you're suggesting for this complex, what's your idea about Canada in this matter? فکر کنم درست تایپ نشد. بله. ببینید راه حل های همونجور که گفتیم تو این فضای در واقع تو در هم تنیده، کاری که ما میکنیم اینه که بالاخره یک مجموعه پورتفولیویی از راهکارها رو پیاده میکنیم. تو این پورتفولیویی که گفتیم مثلا خب آیا صرفه‌جویی در آب در سطح مزرعه مهمه؟ قطعا مهمه. آیا مشکل رو حل میکنه؟ خیر. آیا ازش استفاده میکنیم؟ بله. آیا تکنولوژی های جدیدی که میاد رو بهشون میپردازیم؟ بله استفاده میکنیم. یعنی تکنولوژی های جدید رو با این که بدونیم که در واقع رو تکنولوژی به تنهایی مشکل ما رو حل میکنه اشکالی نداره استفاده ازشون، با به شرط دونستن معایبشون، معایب دراز مدتشون، به شرط دونستن و درک کردن معایب در واقع محیط زیستیشون. مثلا اینکه آیا در ایران ما باید از آب شیرین کن استفاده کنیم؟ بایدش بستگی داره به کجا، برای چه هدفی، در چه مقطعی، در چه زمانی. بنابراین ما از یه سری از اینها استفاده می‌کنیم. در دراز مدت ایران باید فرضاً اقتصادش رو از اقتصاد سیاسیش رو از دیکاپل بکنه، جدا بکنه، تفکیک بکنه از آب. برای اینکه بتونه این کارو بکنه، آب و منابع طبیعی، برای اینکه بتونه این کارو بکنه نیاز داره که بیاد اقتصادش رو در واقع دایورس بکنه، اقتصادش رو از شرایط کنونی متفاوت بکنه که به شدت به متکی به نفت و گازه و در واقع میاد با اون پول بقیه بخشا رو میده. اگر بتونه اقتصادش مولد باشه، تولیدات داشته باشه، تو خدمات رشد بکنه، اون موقع میتونه اشتغال زایی بکنه. وقتی که اشتغال زایی بکنه شغل جایگزین درست میشه، خیلی از کشاورزا رو میشه هل داد به اون بخش. بعد به کشاورزا شروع کرد سختگیری کردن، اون بخش رو بخش صنعتی کرد، بخش سختگیرانه‌ای کرد، یارانش رو کمتر کرد، اینجوری بهش پرداخت نکرد و این رو متفاوت کرد. کشاورزی توی کانادا خب جنسش متفاوته، شکلش متفاوته. شما اینجا در کانادا کشاورز متمول داری، در آمریکا کشاورز متمول داری، صنعتی داری کشاورزی میکنه، وضعش بهتره. آیا این با این همه آب که کانادا باید نگران باشه در بخش کشاورزی؟ به هر حال هر جایی انتظاراتی که براش داری بر اساس اون آبی که داره. توی مثلا ساسکاچوان در چند سال گذشته ما خشکسالی داشتیم، مشکلات تولید غذا داشتیم در کانادا. یا مثلا بحث آلودگی ناشی از کشاورزی بسیار جدی است در کانادا، بهش حالا بیشتر و بیشتر پرداخته میشه. مسئله مهمی. کانادا هم باز همین کارو میکنه، یعنی با استفاده از یک تلفیق در واقع راهکارهای نرم، تغییر سیاست، دادن انگی در واقع بسته های تشویقی یا تولید بسته های تنبیهی، و با راهکارهای سخت افزاری، استفاده از تکنولوژی، نوآوری و اختراعات سعی میکنه که مشکلاتش رو حل بکنه و بهتر بکنه. مسلماً وقتی شما اقتصادت بهتره، راحت‌تر میتونی بسته
تشویقی درست کنی و بسته تنبیهی درست بکنی. وقتی اقتصادت خرابه، جرأت این کار رو نداری، برای اینکه اگر بکنی دچار مشکل میشی. شما قیمت بنزین رو ببینید در ایران، شما که این ور دنیا زندگی میکنید، قیمت بنزین رو در ایران مقایسه بکنید با قیمت بنزین در خیلی از کشورهای دیگه، البته با درآمد امروز ما که واقعا ایران واقعا اشدناکه، ولی یک افزایش قیمت بنزین در کشور چه مسائلی رو به بار آورد. هیچ کسی هیچ تحلیلگری در دنیا نیامد بگه که آفرین به ایران برای افزایش قیمت بنزین که منجر به کاهش مصرف سوخت و کاهش گازهای گلخانه‌ای میشه. همه فحش دادن، همه ناسزا گفتن، همه لعنت فرستادن، به خاطر اینکه شرایط اقتصادی ایران، این در واقع در شرایط کنونی اقتصادی، افزایش قیمت بنزین تبعات زیادی برای مردم ایران داشت. خیلی ممنون آقای دکتر. دو نفر از دوستان سوالاشون رو من می‌خواستم خواهش بکنم که خودشون مطرح بکنن. اول آقای عمار صدقی، اگر آن میوت هستی شما می‌خواید سوالتو مطرح کن عمار جان، و بعد آقای رسول، دکتر رسول نریمانی. عمار جان، دکتر رسول، شما می‌خواید سوالتو مطرح بکنیم؟ دکتر رسول نریمانی سوالشو مطرح بکنه. من خیلی دوست دارم که این اضافه بکنم که آقای دکتر رسول نریمانی که از با افتخارترین ایرونی های ساکن این قسمت ونکوور هست، کانادا، که از طرف حزب سبز داره کاندید میشه برای عضویت در انجمن، و خیلی خوشحالم از این که ایرونی ها میتونن اینقدر جلو برند حتی در امور سیاسی. ببخشید رسول جان، من مزاحم صحبت شما شدم. خدمت شما. خواهش کنم. خیلی ممنون آقای دکتر. من دو سال پیش به خاطر اینکه احساس کردم که محیط زیست در خطره وارد حزب سبز شدم. خواستم برای این کار دلیل خودم رو داشتم. احساس میکنم که استان ما بریتیش کولومبیا داره به سمت اشتباه میره. یه چیزی که سیاست هایی که داریم اینجا، استفاده از فرکینگ در استخراج نفت، و در واقع ما داریم یه سد خیلی بزرگی، این چیه اسمش هست ساکسی، داریم یه سد خیلی بزرگی میزنیم که قرار برق تولید کنه برای صنعت فرکینگ. و من با این چیزایی که مواجه شدم تصمیم گرفتم واقعا وارد سیاست بشم و جلوشو بگیرم. دوست داشتم که اولا شما یه کامنتی روی این داستان بدین، و بعد اینم خواستم به دوستان آشنا بگن که قصد من از این که وارد سیاست شدم این نیست که دنبال قدرت باشم. شما همه میدونید که حزب سبز حزبی نیست که قدرتمند باشه، و فکر میکنم که یکی از حزبایی که توش دموکراسی واقعا رعایت میشه و تنها حزبیه که افراد میتونن، کاندیداها، نظر خودشونو حتی اگه برخلاف نظر حزب باشه مطرح بکنن. و منم یکی از دلایلی که وارد این داستان شدم این بوده که بتونم صدای این حرکتو به همه برسونم، و در واقع یکی از ارکانهای اصلی این حزب که در همون اقتصاد پایداره رو ترویج بدم. حالا دوست داشتم که آقای دکتر از در مورد صنعت فرکینگ کامنتی بدن. بعدم کلا چون حزب سبز یه حرکت جهانیه، نظر شما در این که در مورد کلا این حرکت چیه، و اینکه در بقیه کشورها مثلا اروپا چه نقشی داره، چه تأثیری داره، یه لطفا یه کامنتی. مرسی. تبریک میگم، مایه افتخاره، امیدوارم که موفق باشید. در حد دانش خودم نظرم رو میگم. ببینید، حزب سبز وجود داره برای pushing the envelope. شما یه سری افراد هستین با نگرش متفاوت در زمانی که گروه های مختلف میان یه سری مسائل دیگری رو مطرح میکنن، شما اونجا هستید برای اینکه یه سری مواردی رو بگید که خیلی ها بهش تا
توجه نمی‌کنن. این کارایی جنبش سبز است، کارایی در واقع جنبش‌های سبز. مسائلی که شاید امروز شما در این دوره انتخاباتی مثلا مطرح بکنید ممکنه توسط کاندیداهای لیبرال 8 سال بعد مطرح بشه، به خاطر اینکه از جامعه قرار جلوتر حرکت کنید، کما اینکه خیلی از محیط زیستی ها این کار میکنن، کما اینکه بسیاری از دانشمندان این کار میکنن، و یک فاصله سازندهی بین آنها و عموم جامعه وجود داره. اون حرف زدن ها نهایتاً منجر میشه به تغییرهای باورها، تغییر دغدغه‌ها و تغییر نگرش‌ها. در بعضی از موارد میشه خوش شانس باشن افراد، شرایط جوری رقم می‌خوره، مثل امروز آمریکا که به خاطر اینکه آقای ترامپ از قرارداد پاریس بیرون اومده، یه دفعه بحث گرمایش زمین میشه یک بحث مهم در سیاست آمریکا. آیا واقعا برای رای دهنده average American واقعا این مهم هست یا نیست؟ برای یک فرد عامی در یک رای دهنده عامی در آمریکا بعید میدونم که مهم باشه، اما یک موضوعی است که مطرح میشه. مطرح شدنش تقویت میکنه در واقع این نگرش رو. حزب سبز دلیلی که نمیتونه لزوماً بیاد اکثریت رو به دست بیاره، به خاطر اینکه با خیلی از حرفایی که میزنه هم با باورها منافات داره، هم بعضی از راه حل‌هاش راه حل‌های تخیلی است. یعنی یک واقعیتی که فکر بکنیم همون داستان ایدئال‌گرایی و مسیر. ما یکی از مشکلاتی که داریم اینی که بسیار در مورد ایدئال‌ها صحبت می‌کنیم، در مورد مسیر دستیابی به اونها صحبت نمی کنیم، یا مسیرمون عملی نیست، یا مسیرمون هزینه زیادی رو میتونه تحمیل بکنه به افراد. شرایطی که جامعه آمادگی نداره که هزینه بکنه برای آینده، تحمیل کردن بعضی از اونا ممکنه به ضرر باشه. برای همین خیلی راحت دیبانکشون میشه کرد، خیلی راحت میشه مردم رو بر علیه تفکراتشون شورون، بخاطر اینکه به هر حال مردم به فکر جیبشون هستن و از این داستانا. ما نیازی که داریم اینه که اولا به راهکارهای عملی بیشتر بپردازیم، یه ذره از فاصله در واقع فضای شعارگونه فاصله بگیریم، به علاوه اینکه اولویت‌ها رو عوض کنیم. یعنی بحث آموزش و تغییر روایت ها بسیار مهم میشه. ما معمولا این موضوع آموزش رو بهش نپرداختیم. تو دنیای محیط زیست خیلی از کارهایی که ما میکنیم برای تغییر نگرش دولت هاست. امیدمون اینه که دولتی ها، سیاست مداران بیان تغییر الگوی رفتاری بدن و قوانین رو عوض بکنن، چون باور داریم که تصمیمات اونها به شدت مهمتره و تاثیرگذارتر. چیزی که فراموش میکنیم اینه که تصمیم گیرندگان در تعامل با جوامع هستن که تصمیماتی میگیرن. من برای رأی به شما قول میدم، و تا زمانی که اون حرفی که من میزنم و شما دوست نداشته باشید، من اونو جرئت نمیکنم بزنم. اگر بخوام در حکومت بمونم، شاید سبز ها تو این قضیه فرق دارن، به خاطر اینکه میدونن رأی کمی میارن، درصد کمی رو رأی رو به خودشون اختصاص میدن، اما حرفی رو میزنن که فکر میکنن درسته و به درد جامعه میخوره. اما همه در واقع همه سیاستمدارها یک میزانی پوپولیسم دارن و باید با اون پوپولیسمشون رأی جمع بکنن. برای این چیزهایی رو میگن که برای جوامع در اون لحظه مهمه. اگر ما نتونیم اون موارد رو عوض بکنیم، جوامع نگرششون متفاوت نخواهد شد. یه مقاله نوشتم، حالا میتونم بفرستم برای دوستان، که مردمن که جنبش ها رو رهبری میکنن، نه سیاستمداران. مردم هستن که در نهایت مجبور میکنن به رهبران رو که تغییر رفتار بدن. حالا در یک فضای تعاملی است، بعضی از رهبران سوار موج میشن، بهش شدت میدن و اون رو جلو میبرن. موضوع آموزش و تغییر رفتار خیلی مسئله مهمیه، چیزی که در ایران بهش اصرار داشتم. موضوع از خودمان شروع کنیم، یکی از دلایلش همین بود. شاید اینکه ما الان دوربینمون رو خاموش کنیم تو این جلسه تأثیر بزرگی رو تو جامعه نداشته باشه، از لحاظ اون اتفاقی که داره میفته، در مقایسه با اینکه الان اتاق بغلی نمیدونم تلویزیون روشنه تو خونه شما یه نفر داره نگاه میکنه، چیزی نیست. و در مقابل اتلاف نمیدونم انرژی پرواز هواپیماهای حامل آقایان ترامپ و بایدن، هیچی نیست. و ریخت و بریز و بپاشی که خیلی از حکومت‌ها و دولت‌ها میکنن و اینفیشنسی ها و کارایی پایین و خلاصه بازده‌های پایین تولید و مصرف. اما افزایش حساسیت ما
افزایش حساسیت اطرافیانمون رو به دنبال داره. من نمیدونم میدونید یا نه، بطری آب رو، آب پلاستیکی رو درخواست دادم و رئیس سازمان محیط زیست موافقت کردن که ما ممنوع کنیم در سازمان محیط زیست ایران. این خیلی اتفاق بزرگیه، چون خیلی از کشورهای توسعه یافتم این کارو نکردن. ولی دلیلش این بعد خلا بحث این بود که حالا مگه چقدر ما مصرف آب بطری داریم، ولی مسئله این بود که کارمندان سازمان محیط زیست حساسیت پیدا کنن به این موضوع. و من قبل از اینکه برم به مردم حرفی رو بزنم، خودم در سر سازمان محیط زیست این کارو کرده باشم، حساسیت ایجاد کنم به این موضوع که بطری آب پلاستیکی یک آلاینده محیط زیسته. تفکیک زباله مهم. ما وقت نی در مثلا در انگلستان و اگر در یه جایی مصرف نی ممنوع میشه، نی پلاستیکی در مجموع اون ظلمی که داریم ما به محیط زیست میکنیم چیزی نیست، اما باعث میشه که موضوع پلاستیک در جامعه مطرح بشه، حساسیت ما به پلاستیک بره بالا. این کارهای کوچک میتواند این تغییرات بزرگ رو به دنبال داشته باشه. من فکر میکنم یه کاری که ما نمیکنیم این هست، یعنی فرصت سوزی میکنیم و فکر میکنیم که این کارهای کوچک مهم نیستن، در حالی که این کارهای کوچک هستن که مسیر رو برای تغییرات بزرگ هموار میکنن. اگر کارهای کوچک رو نکنیم، وابسته میشیم به دیزاسترها، وابسته میشیم به فجایع هستن که بعدن ما رو مجبور میکنن تغییر رویه بدیم. یعنی خوشسالی شدیدی میاد توی کالیفرنیا، هزینه سیاسی تغییر قانون میاد پایین، سیاستمدار جرأت میکنه که بیاد یه سری قوانین وضع بکنه در مورد کاهش مصرف آب. کووید 19 میاد دنیا رو دگرگون میکنه، شما میای یه سری چیزا رو، قوانین رو در واقع میگذرونید، چون گفتم اون موضوع اهمیت نسبی و اورژانس بودنی، در واقع اورژانسی بودن وخامت نسبی مطرح میشه. تا موقعی که اون دیزاستران ایان وخامتی احساس نمیشه، مردم این رو حس نمی کنن، چون شما راجبشون صحبت نمی کنید. در مورد ایران هم من واقعا به این باور دارم و هنوزم امیدوارم که یک گروهی در خارج از کشور حاضر بشه بیاد و این رو استارت بزنه که ما از همین ور دنیا برای ایران سپاه دانش باشیم، برای مردم حرف بزنیم، توضیح بدیم، مسائل رو تشریح کنیم، آموزششون بدیم که نگرششون عوض بشه. و اینو در خیلی از جوامع هم داد. در مورد فرکینگ مثل همون موضوعات دیگر است، یعنی باز یک نوآوری که سود داره، یه سری مزایا داره، اما معایبش نادانست است. ما یه سری معایبش رو تا حدی میدونیم، ولی معایبش رو نمیدونیم. سوال در این جور موارد opportunity cost و اینکه ما چه آلترناتیوهایی داریم. کشوری که آلترناتیو داره، گزینه داره، آیا میتواند بره سراغ این گزینه ها قبل از اینکه بیاد به این موضوع بپردازه یا نه؟ متاسفانه منافع اقتصادی باعث میشه که این حوزه ها رشد بکنن، به علاوه بحث در واقع اشتغال زایی که موضوع مهمیه و این در واقع سیاستمداران به این قضایا تن در میدن. شما میبینید که آقای بایدن، خانم هریس تأکید کردن بارها و بارها که فرکینگ تعطیل نخواهد شد، چون میدونن این میتونه دیل بریکر باشه و رای بابتش از دست بدن. شما داری گرین نیو دیل و نمیدونم این داستانها رو تبلیغ میکنی، ولی از اون بر اصرار داری که فرکینگ تعطیل نمیشه. چرا این کار رو میکنی؟ به خاطر اینکه اونقدی که همه در واقع خودت فکر میکنی، مردم فکر میکنن صادقی صادق نیست. حالا من در مورد این تغییر سیاست و در موقع اینکه حزب سبز و حزبای دیگه چجوریان، فکر میکنم که حزبای سنتی در واقع اینقدر دوچار سیاست های نفتی هستن که تغییر دادنشون خیلی سخته، ولی حزب سبز درست ایدئالگراست، ولی میشه پرکتیکالش کرد. میشه مثلا با به خصوص من فکر میکنم وجود مهاجرین توی حزب سبز خالیه و من فکر میکنم اگه جامعه ایرانی بیاد یه قسمت عمده ای از این حزب تشکیل بده، این خودش میشه یه دونه اگزمپل خیلی خوبی برای جامعه ایرانی که حتی توی ایران هست که ببینن که ایرانی چقدر توی محیط زیست به قول معروف فعال هستن، که توی مجلس نماینده دارن و برای این کار سرمایه گذاری میکنن. خیلی ممنون. عالیه. اگر امیدوارم ما براتون آرزوی موفقیت میکنیم، امیدوارم دوستان هم حمایت بکنن و این بیفته و بله، وقتی که شما به قولی کریتیکال مستون درست بشه، اون تعدادتون به یک جایی برسید، بتونید مومنتوم ایجاد بکنین، جامعه هم با شما همراه خواهد شد. در نهایت
خیلی از در واقع افراد جامعه و سیاستمدار همدیگر رو اکو میکنن و بر اساس نیازها رو خیلی موقع از طریق آموزش، از طریق تغییر روایت ها میشه عوض کرد و احساس نیاز رو در واقع عوض کرد و جوامع به اون چیزی بپردازن که براشون مطلوبه. فقط باید یک بالانسی ایجاد کرد بین منافع دراز مدت و منافع کوتاه مدت و بعدش حس اعتماد درست میشه و مردم به اون داستان ها میپردازن. و البته میگم فراموش نکنیم که یک رسالت شما همونه که انتظارات رو در واقع عوض کنید، حرفایی بزنید که خیلی ها نمیزنن و اون خودش خیلی مسئله مهمیه. ممکنه برای شما صندلی نگیرد، اما در تغییرات دراز مدت در واقع بسیار بسیار ارزش داره و مهم. متشکرم آقایون دکتر. ما 5 دقیقه دیگه زمان خواهیم داشت و 2 سوال توی لیست من هست. میخواستم خواهش بکنم که آقای عمار صدقی سوالش رو بپرسه، اگر آنمیوت میتونه بکنه خودش رو. بله عمار جان، من دارید؟ سلام عرشد بابی جان، خوب هستی؟ ارادت، خوشحالم که میبینمت بعد از 20 خورده ای سال. خیلی ممنون که اومدی، میدونم خیلی دیر وقت هم هست اونجا، خواستم تشکر کنم ازت. خوشحالم میبینم که هنوز خیلی پر از انرژی و واقعا هنوز هم آتیشو داری، اینه که خیلی خوشحالم میبینم. همطورم خواستم تشکر کنم از آقای صدقی بزرگ و آقای عزیزی و بقیه توی سرای ایران. واقعا همونجور که اول جلسه خودت گفتی، جلسات و گرد همایی که ایرانی‌ها تو جای مختلف دنیا میذارن اولاش خوبه، بعد وسطش همیشه یه اتفاقات عجیب غریبی میفته و یه حرفایی زده میشه و که البته تکراری هم هست، ولی خدا رو شکر بزن به تخته تو این جلساتی که حالا گذاشتن تا حالا خیلی خیلی سیویلایزد بوده، خیلی واقعا آموزش دهنده بوده. اینه که ممنونم ازشون، از تو هم ممنونم که اومدی، واقعا جلسه خوبی بوده. من زیاد وقتتو نمیگیرم، میدونم که دیر وقتم هست و خواستم بگم که خب به هر حال با بحث حالا آموزش خودت میکردی که خیلی مهم هستش و الان واقعا شاید مهمترین چیز آموزش هستش و خب جنریشن بعدی شاید حالا خوشبختانه یا نمیدونم خوشبختانه است یا نیست، ولی بیشتر از تلفنش و از کامپیوتر چیز یاد میگیره تا از کتابا. اینه که قدرت سوشال میدیایی که مثال برای مثلا شخصی مثل خودت داری با حالا نمیدونم چند میلیون آدم دنبال میکنن، چقدر تو ایران باشن چقدر نباشن، وقتی اینا یاد میگیرن فکر میکنم تاثیرش روی اون کسایی که قراره حالا به قول رسول جان میخوان رأی بدن بهشون، میدونن که کی راجع به اون موضوعاتی که واسهشون مهمه ارزش بیشتر میذاره. یعنی اون کسی که باید رأی بده آموزش نمیده، آموزش خودشون در واقع میگیره. خواستم تشکر کنم بگم که مرسی که داری اون مسیر رو با اون قدرت پیش میبری، چون شاید سخت‌ترین کار آموزش هست، ولی خب مایی که از این بیرون وایستادیم و میگیم گودش چی میگن لنگش کن، داریم در واقع خیلی تاثیرش رو میبینیم. تشکر. و من فقط سوال کوچیکی که داشتم که یه جورایی جواب دادی، میخواستم ببینم که بزرگترین نگرانی در واقع immediate concern که چیزی باشه که الان بگی تو این چند ماه آینده یا چند سال آینده، حالا نه فقط برای دنیا که دیگه الان مشخصه جز ویروس به چیزی که نمیتونیم فکر کنیم، ولی حالا واسه میدل ایست هستش، نظر چی هستش؟ تشکر. من مرسی عمار جان، خیلی خوشحالم میبینم. دوستان بدونم ما اول دبیرستان هم مدرسه ای بودیم، خلاصه سالها ما هستم دیگر ندیدیم. حالا عمار جانم میگن انرژی زیاده، اون موقع این انرژی باعث اخراج از کلاس میشه. حالا شاید این روزا به درد بعضی جای دنیا بخوره. ببینید خیلی سخته گفتن دیگه، چون همه صحبتمون این بود که اصلا موضوع محیط زیست همین چیزی که سختش میکنه این دایورسیتیش، این گوناگون بودنشه دیگه. یعنی موزل فرزن آب میبینیم که چقدر مهمه. خب به طور خاص خاورمیانه به شدت اتکا داره اقتصاد سیاسیش به آب، اکثر کشورها همین داستان رو دارن. شما میبینید که روایتی که در مورد فرزن
سوریه گفته میشه اینه که خوشحالی عامل اصلا این مشکلات شده و بحران سوریه رو به وجود آورده و جنگ سوریه رو. من به این اعتقاد ندارم، اعتقاد دارم که سوء مدیریت در واقع ده ها سال حزب بعث در سوریه منجر شد به وضعیت آشفته بخش آب و کشاورزی و بعد یک خوشحالی شدید مزید بر علت شد و در واقع عدم تعادل و نابرابری اقتصادی و مهاجرت ها و اینها منجر شد به این وضعیت کنونی. این اتفاق در مورد ایران هم میتونه بیفته. خوشبختانه دو سال اخیر به شدت بارندگی خوب بوده، ولی زمانی که من ایران بودم این موضوع بسیار مهمی بود، یعنی کمبود آب به شدت آزرده میکرد کشور رو و خطر امنیتی بالایی رو درست کرده بود. آیا میشه گفت که کمبود آب عامل؟ نه، ولی یک موزل بسیار مهمه. بحث گرد و غبار موضوع بسیار مهمیه در خاورمیانه. من اعتقاد دارم در خیلی از کشورهای در حال توسعه این موضوع که ما خیلی نادیدش گرفتیم در عرصه جهانی موزل بزرگی میشه. یعنی ما دریاچه ارومیه مثل آرال سی بود و خیلی فاصله با اون نداشت، ولی یک مسئله بود که تکرار شد. ما بلایی که سر دریاچه ارومیه رو آوردیم سر خیلی از طالبای دیگه آوردیم. آمریکایی‌ها خیلی سال پیش ده ها سال پیش این کارا رو کرده بودن، ما اومدیم تکرار کردیم و امروز در خیلی جاهای کشورهای در حال توسعه داره این اتفاق میفته. و به خاطر فرقش اینه که ما تا سالها فکر میکردیم، خیلی آمون، من هم همینطور، که اتفاقاتی که در خاورمیانه داره میفته نظیر اتفاقاتی که در غرب افتاده، مثلا در دهه 60 و 70 و انقلابهای سبز و جریانهای سبز اومدن اینها رو برطرف کردن. تا حدی این درسته، یه سری چیزها رو میشه اصلاح کرد، اما وضعیت سوسیو اکنامیک کانتکست به قولی، وضعیت اقتصادی اونجا، وضعیت اقتصادی اجتماعی خاورمیانه و کشورهای در حال توسعه وضعیت رو در واقع فرصت اصلاح رو از ما میگیره. یعنی ما هی در گل و باطلاق بیشتر و بیشتر فرو میریم. برای من موزلی چیزی که بهش بعد از که از ایران خارج شدم پرداختم و امروزا درس میدم بس امنیت محیط زیستیه و تلاش میکنم بگم که چقدر این موضوع محیط زیست میتونه امنیت رو به خطر بندازه. و البته اینکه اگر میخوایم موضوع محیط زیست رو درست کنیم، فقط نمیتونیم بریم آرزو بکنیم که مشکل نمیدونم آب و نمیدونم آلودگی هوا و اینا رو حل کنیم بدون اینکه به معیشت بپردازیم، به اقتصاد بپردازیم و این داستانا. من نگرانیم در مورد خاورمیانه همینه که ما سرمون به سنگ میخوره، مردم زیادی رو به کشتن میدیم در دراز مدت، وضعیتمون بدتر و بدتر میشه، منابعمون رو به تاراج میبریم و نابود میکنیم و در نهایت یک ویرانکده درست میکنیم که هست. ولی همه مشکلات با همه، مثلا موضوع ویست، موضوع واقعا موضوع پسمان در کشور ما یک موضوع نادیده گرفته شده است. شمال کشور ما فاجعه است وضعیت پسماندش، ولی چون سبزه احساسش نمی کنیم. زمین ها، اراضی کشاورزی، بهترین اراضی کشاورزی ما در شمال کشوره، اینا رو نابود کردیم، داریم ویلا می سازیم، همه رو از بین بردیم، تولیدات رفتیم جاهایی که نباید کشاورزی می کردیم کشاورزی میکنه. آب زیرزمینی، اون اتفاقی که زیر زمین برای ایران افتاده چندین برابر فاجعه دریاچه ارومیه است، باز دوباره ما نمیبینیم. چاره ای هم نداریم، میگیم آقا پمپ کن، تو اگه پمپ نکنی میای در شهر مهاجرت میکنی به شهر، بابیل میزنی تو سر سیاستمدار، پس بابیل بزن تو سر زمین و زمین رو نابود بکن. این معضلات رو داریم. من خیلی بیشتر از خیلی از این مشکلات در واقع میترسم از گرمایش زمین. من فکر کنم این مشکلات خیلی عدیده تر در واقع جدی تر و بزرگتر هستن و متاسفانه ما در خیلی از مسائل در واقع ساده سازی هامون اینها رو نمیبینیم. من فکر کنم اتفاقاتی که روی زمین داره در کشورهای در حال توسعه میفته بسیار مهمتر و بزرگتر از موزل گرمایش زمین، متاسفانه بهش نمیپردازیم. راه حل هایی هم که ارائه میشه راه حل هایی نیستن که بنیادی باشن و بتونن مسیر توسعه رو عوض بکنن. متاسفانه شرق، بلوک شرق در واقع اشتباهات بلوک غرب رو در مسیر توسعهش تکرار میکنه و این فاجعه است. خیلی ممنونم از شما. ما 4 دقیقه از زمان برنامه‌مون گذشته. میدونم که شما رو هم خیلی خسته کردم. یه سوال دیگه هستش که اگه اجازه بدین اینو هم بپرسیم و برنامه امشب رو تموم بکنیم. خانم شبنم وقایع‌نگار، شما اگر آن نیوت بکنیم خودتون رو بفرمایید.
میتونم صدا میان؟ امیدوارم بله صداتون میاد، امیدوارم که سوالتون کوتاه باشه فقط. سلام، من سعی میکنم خیلی کوتاه بپرسم. خیلی ممنون دکتر مدنی، من همیشه کار شما رو دنبال میکنم. خیلی ممنون صحبت خوبتون. من خودم موتیزیس خوندم ایران و تو زمینه موتیزیس کار میکنم و در زمینه حیات وحش البته بیشتر کار میکنم. خیلی ها مثل من تو ایران کار میکنن، یه مدت من خودم ایران بودم و با حال و هوایی که الان موتیزیس تو ایران داره، میخوام نظر شما چیه؟ چه صحبت دارین با افرادی مثل من که تو این زمینه میخوان فعالیت بکنن به خصوص تو ایران، ولی میترسن یا خیلی امیدی ندارن که بتونن پیش ببرن به جلو؟ کلن دیدتون چیه نسبت به ایران، مسیری که داره طی میکنه برای حوزه محیط زیست و افرادی مثل من که میخوان فعالیت بکنن تو ایران به خصوص؟ خواهش میکنم، ممنون از زحماتی که برای محیط زیست میکشید. ببینید، من اعتقاد دارم که ایران تو زمینه هوشیاری محیط زیست خیلی خیلی جلوتر از خیلی از کشورهای همسایش، یعنی جامعه ایران به طور خاص از لحاظ دغدغه‌ای که برای محیط زیست داره خیلی جلوتره و این البته آسون به دست نیامده، یعنی با یک هزینه زیاد محیط زیستی درست شده. جامعه شناس نیستم، اما اعتقادم اینه که خوش شدن دریاچه ارومیه یک نقش بسزایی رو تو این زمینه داشته، یعنی به عنوان یک نقطه عطفی شاید در تاریخ مدرن محیط زیستی ما میتونه محسوب بشه. زمانی که جامعه ایران دغدغش بیشتر شد، به مرور زمان در رسانه بیشتر راجع به محیط زیست صحبت شد، در رسانه‌های اجتماعی ما بیشتر راجع به مسائل محیط زیستی صحبت کردیم، مردم ما امروز موزل محیط زیست رو به رسمیت میشناسند، بهش پرداخته میشه. اینکه صبح تا شب به سازمان محیط زیست فوش میدهیم خودش نشان دهنده اینه که حداقل یک مسئله به نام محیط زیست رو شناختیم. اما یک موزل دیگه ای داریم، موزل دیگه همون اینه که مملکتمون به شدت سیاست زده است، فضای بدی وجود داره و دشمنان داخلی سیستم حاکم، اپوزیسیون داخلی، اپوزیسیون خارجی، گروه‌های سیاسی فهمیدند که محیط زیست یک موضوع اتحادآور است، متحد کننده است، بنابراین میتونن ازش به عنوان یک ابزار استفاده بکنن برای قر زدن، برای اینکه مردم رو جمع بکنن. شما اگر در مورد حجاب صحبت کنی میتونی گرفتار بشی، اگر در مورد نمیدونم حقوق اقلیت ها صحبت کنی میتونی گرفتار بشی، مسائل دینی، مسائل متفاوت. اما محیط زیست یه چیزیه که حق همه است، چپ و راست و نمیدونم شیعه و سنی و بیدین و بادین و هم نمیدونم آذری و ترک و فارس و کرد و بلوچ کنار همدیگه میان و براشون مهمه. بنابراین این فضا فضای سیاست زده میشه، یعنی بسیاری از داستانها و روایتهایی که درست میشن روایتهای دروغ هستند، روایتهایی هستند که برای شورش درست شدن، روایتهایی هستند که برای تحریک درست شدن. این که مثلا آقای نتانیاهو بیاد در مورد آب ایران پیشنهای ویدیو پر کنه و پیغام بده یک موضوع مسخره است بیشتر از هر چیزی و کاملا سیاسی است. چی میشه؟ ماحصل این چیه؟ ماحصل اینه که افرادی مثل من، مثل شما، مثل اون بچه های دیگه محیط زیستی گرفتار میشن، چون فضا میشه فضای سیاسی، فضای غیر واقعی. فضای محیط زیستی ایران سرشار از پوپولیسم و دروغ، متاسفانه سرشار از افرادی که حرفای الکی میزنن، حرفای سطحی میزنن، مردم رو گمراه میکنن و اتفاقا بیش از هر چیزی امید رو میکشن. شما اگه میخوای برای محیط زیست کاری باید بکنی، باید امید رو زنده نگه داری. امید از بین بره در جامعه، محیط زیست یکی از اولین قربانیان خواهد بود و ما تلاشمون باید این باشه. من فکر میکنم چه ایران باشیم چه بیرون، اعتقاد دارم که آموزش مهمترین قسمت است در حوزه محیط زیست و باید بهش پرداخت. حالا مهمترین نگیم، ولی وزن بسیار زیادی داره و باید بهش پرداخت و ازش غافل نشد. محصولش دراز مدت خواهد بود، میوهش رو نمیشه توی چند ماه چید، ولی اثر بسزایی داره. چشم مردم رو باز کنیم، در مورد بقیه جای دنیا بهشون بگیم چه جوری جاهای دیگه دنیا اداره میشه، مشکلات چیه،
ایرادات چیه و اتفاقات خوبی که افتاده چیه. الان این که ما یک تصویر درست کردیم که یک جهنم سیاهی به نام ایران داریم در حوزه محیط زیست و بقیه جای دنیا بهشتن، این تقابل بیشتر ناامیدی میاره، بیشتر روایت‌های غلط میاره. ما فضای محیط زیستمون سرشار از دروغ، روایت‌های غیر علمی و غلطه و خیلی آزاردهنده است. متأسفانه خیلی از متخصصین جلو نمیان، اگرم میان بلد نیستن با مردم صحبت بکنن، بلد نیستن با رسانه صحبت کنن و فضا پر میشه از افرادی که دروغ میگن و فرصت طلبن و فقط اهداف سیاسی دارن و این اتفاقات. اما کلی ما آدم خوب داریم، کلی آدم زحمتکش داریم، کلی بچه های در واقع سمنهای مختلف و سازمانهای مردم نهاد داریم که دارن کار میکنن. معلم داریم که داره سر کلاسش درس میده. من روزانه کلی پیغام میگیرم، من معلم مدرسم چی کار بکنم. هفته پیش بود یه پستی گذاشتم، یه نوشته در مورد نگاره هشتم. الان کلاس اول دبستان با یه سری تصویر شروع میشه، نگاره هشت به قولی هشتمین حالا درسشونه یا هرچی هست در کلاس فارسی اول دبستان. یک معلمی برای من نوشت که این تصاویر نگاره هشت باغ وحش رو نشون میده و این یک مصداق حیوان آزاری است و ناراحت بود که بعد سر کلاس اینو درس بده. من همون رو نوشتم و گذاشتم و اعتراض کردم، حالا پیغامو پس خواهم که به وزارت آموزش پرورش در مورد این بگین و این رو اصلاح بکنن. ولی بعد از اون کلی ویدیو گرفتم از معلمایی که ویدیو درست کردن در مورد اینکه به بچه‌هاشون یاد بدن، ویدیوهای کمک آموزشی که حیات وحش مثلا حیوانات باید توی محیط طبیعی باشن. این ایرانی که تو همین وضعیت اقتصادی خیلی ها دارن بهش فکر میکنن. اما اگر میخوایم یه فعال محیط زیستی درست و سازنده باشیم، باید حواسمون هم باشه که تو جامعهمون چه خبره، باید حواسمون هم باشه که مردم گرسنه‌ن. اگه امروز مثلا میگم بعضی از موضوعات سیاسی و خطرناک میشن، ما باید درک درستی از جامعه داشته باشیم، یا موضوعات حساس میشن. اگه شما امروز بیایید در کشوری مثل ایران مردم، من الان بیام بنویسم مردم گوشت نخورید، همین اینو بنویسم، من شما قول میدم در عرض چند ساعت فوش و بد و بیرا در کامنت های خودم و در رسانه ها به من داده میشه بابت اینکه دارم تو این فقر همکاری میکنم، نمیدونم با سیستم که مردم رو گمراه کنم، مردم پول ندارن. خیلی ها میان میگن آقا دلت خوش ما دو ماه گوشت نخوردیم، شما میگی گوشت نخور برای محیط زیست خوبه. این نمیتونم این رو بگم، بنابراین من نمیتونم تو اون فضا تو اون لحظه اینو بگم. من تو جامعه آمریکایی که چاق شده گوشت میخوره میتونم راحت تر این حرف رو بزنم. تو جامعه ایرانی که مردم فرق دارن، مردم پدر مادرها ناراحتن که بچهشون گوشت نخورده، باید حواسم باشه که چی میگم. ما باید این رو هم بشناسیم که در هر جامعه ای چگونه با مردم صحبت کنیم، چگونه حرف بزنیم. اگر از شکار صحبت میکنیم، حوزه تخصصی شما، یا حالا حوزه حیات وحش بگویید، بفهمیم که چرا یکی شکار میکنه. اگر محیط‌بانی زخمی میشه، بفهمیم چرا محیط‌بان زخمی میشه، بفهمیم چرا یه سری اتفاقات میفته، بفهمیم چرا سازمان محیط زیست زورش نمیرسه تو خیلی جا، بفهمیم که چرا داریم مسیر رو اشتباه میریم، به آدمای اشتباه فحش میدیم، به آدمای اشتباه ناسزا میگیم و در مقابل اینها مقاومت کنیم. متاسفانه تو فضای سیاست زاده امروز فعالیت سخته، اما فعالیت های کوچیک ممکنه، به خاطر که خیلی ها عشق دارن و دلشون میسوزه و دلشون به قولی میخواد که کاری بکنه. متشکرم جناب دکتر مدنی، من که خیلی کیف کردم، شما رو خسته کردم میدونم، ولی خودم خیلی کیف کردم و ممنونم از وقت شما و از این که قبول کردین و اینقدر صحبت‌های خیلی تخصصی رو خیلی با زبان آسون‌تر برای منی که تخصص محیط زیستی ندارم بیان کردین، که نشون دهنده توانایی بالای شما در آموزش هست، علاوه بر اون تلنتی که در تخصص خودتون دارید. من می‌خواستم تشکر بکنم از آقای دکتر خاتون آبادی، نمی‌بینم از همین منم می‌خواستم اگر ببخشید وقتتون رو قطع می‌کنم تشکر کنم. من می‌بینمشون آقای دکتر خاتون آبادی عزیز، خوشحالم که اینجا می‌بینمشون. بله آقای دکتر خاتون آبادی، خلاصه ممنون از اینکه این اتصال رو برقرار کردین، مایه افتخاری که میبینمتون. آقای دکتر خاتون آبادی رو
در یک جلسه فکر کنم من در باهاشون سال 2008 در اصفهان آشنا شدم و موقع یه سری حرفای خطرناکی میزدم، از جمله اینکه انتقال آب چقدر برای زاینده رود میتونه مضر باشه و عواقب دراز مدت داشته باشه. ایشون برخلاف خیلی از اصفهانی ها از حرفای من استقبال کردن و یک ارتباط خوبی ایجاد شد و من شهادت میدم که ایشون از بزرگ مردان و متفکرین و thought leaderای بقوری حوزه آب و محیط زیست کشورن و کارهای بزرگی کردن و مطالب مهمی رو در خیلی از جلسات گفتن و خوشحالیم که امثال ایشون در بدنه آموزگاران حوزه آب و محیط زیست ما بودن و هستن. متشکرم. ما هم خیلی خوشحالیم که ایشون رو در جمعون داریم. آقای دکتر خدمت شما. دکتر خاطر آبادی. بله من صدامو داریم؟ بله. من ساعت 4 دندان پزشکی داشتم و فکر میکردم که 5 تمام میشه. تا 6:10 اونجا بودم و به دکتر گفتم من یه جلسه ای باید برم. گفت نمیرسی. گفتم نه من میام بیرون از تختر شما همونجا میشینم به جلسم برسم. به هر حال خیلی به این سخت گذشت که مشتاق این جلسه و حضور آقای دکتر بودم. من واقعا از صداقتشون، از صمیمیت ایشون، از پاکی ایشون شاهد هستم که چقدر ایشون وطن دوست و پاک سیرت و خلاق و دانشمند و هرچه صفات خوب ایشون دارن و خداوند جوانهای مثل ایشون رو برای خدمت به کشور حفاظت بکنه و موفقشون بداره و بر انرژی و توانمندی اونا بیفزاید. من از لطفی هم که کردن و شما کردید سپاسگزارم. بنده افتخارم اینه که بتونم یه آموزگار باشم. خیلی متشکرم. آقای منوچهر خان خوشحالم که جناب آقای مهندس امانت که خودشون از نامداران هستم در خدمتشون هستیم و اجازه بدید یک در واقع سلام علیکی با ایشون داشته باشیم. آقای مهندس امانت خیلی خوش آمدید. ببخشید من آخر جلسه عنوان کردم این رو. خدمتون هستیم. لطف داریم. خیلی استفاده کردم. تعریف دکتر مدنی رو از برادرم شنیدم خیلی زیاد و خوشحالم که امروز موفق شدم در خدمت شما باشم. خیلی استفاده کردم. خدمت از ماست. مشتاق دیدار. بله شما. من اضافه بکنم که البته شاید خیلی احتیاج به توضیح نداشته باشه که برادر آقای مهندس امانت، آقای دکتر عباس امانت که از مورخین به نام معاصر هستن، از اساتید دانشگاه یل احتمالاً اونجا هم کار هستن با آقای دکتر. رئیس بنده هستن. محبت شد. خیلی ممنون. ما معمولاً طبق روال جلساتمون در آخر برنامه خواهش میکنیم که همه دوستان ویدیوهاشون و دوربیناشون رو روشن بکنن که بتونیم یه عکس دست جمعی بگیریم برای اینکه کیف بکنیم از این دوره هم بودنمون. اگر دوستان مایل هستن دوربیناشون رو روشن بکنن تا من یه دونه عکس دست جمعی هم بگیرم. یه خورده نوراتون هم درست بکنین و جلوتر هم بشینین که بسیار عالی. پلچ هم نزنیم. من ببینم که خوب شد. یه دونه دیگه هم میگیرم. سپاسگزارم. خیلی خیلی ممنونم از لطف همگی شما دوستان. آقای منصفی و آقای دکتر مدنی اگر صحبت پایانی داریم بفرمایین، اگر و نه که دیگه شب بخیر بگیم به همه دوستان و به امید دیدار همگی در برنامه‌های آسیمون. من سپاسگزاری میکنم. به هر حال ممنونم جناب آقای دکتر مدنی، از همه شما عزیزان که تشریف آوردید در خدمتتون بودیم. خیلی سپاسگزاری میکنم. به هر حال ارزشی است که برای محیط زیست و دانشمندان کشورمون قائل هستید. ما حقیقتا دلیل این که امشب آقای نریمانی رو هم گفتم در جمع ما باشن
برای اینکه این بحث محیط زیستی است. ما هم در کانادا به هر حال بایستی یه جایی وجودمون رو، جمعمون رو نشون بدیم. ایشون رو هفته گذشته با دو تا از کاندیدای خیلی در واقع پر آوازه در کنارشون یه جلسه گذاشتیم، بعد فیلمش رو که پخش کردیم خیلی ها میگفتن که واقعا این آقای نریمانی رو انسان صادق با سواد، استاد دانشگاه، و بالاخره ما توی پارلمان استانی باید یه صدایی از ایرانیان داشته باشیم. من خواهش میکنم دوستان به هر طریقی که میتونن ایشون رو کمک بکنن که وارد در واقع این مجموعه بشن و صدای ما ایرانیان رو اونجا داشته باشن. من مجددا از حضورتون تشکر میکنم. فکر کنم آقای دکتر الان ساعت 11:30 شما خیلی اذیتتون کردیم، اینجا نگهتون داشتیم. خیلی متشکر هستیم از همه شما عزیزان. مجددا سپاسگزاری میکنم و شما رو به خدا میسپارم. منم متشکرم از اینکه به منو در جمع خودتون پذیرفتین. مایه افتخاره. امیدوارم که خستتون نکرده باشم. مراقب خودتون باشید. خواهش میکنم. قربون شما. متشکرم. امید به دیدار همگی. شب بخیر. خواهش میکنم. خواهش.